با سلام و خوش آمدگویی به همه رفقای عزیز، خانم‌ها و آقایون، رفقایی که از راه دور قدم رنجه کردن اینجا تشریف آوردن و رفقای دیگه که با وجود آدرس دادن ناقص ما خودشون رو به هر وسیله‌ای بود به اینجا رسوندن، امشب در اینجا جمع شدیم تا یه سنتی رو که تو جنبش چپ ضعیف متأسفانه پاییم حداقل ما شروعش بکنیم، و اینم تجلیل از زندگانه. این تجلیلم به هیچ مفهومی به معنای شخصیت پرستی یا کیش شخصیت سازی نیست، بلکه همه میدونن ما نمیخوایم برفراز توده مردم رهبر بتراشیم یا شخصیت بسازیم، بلکه یک قدردانی رفیقانه هست از رفقایی از ما که سالیان عمرشون رو با تمام وجود در خدمت این جنبش بودن و برای آرمانهای اون مبارزه کردن. بسیاری از این رفقا الان در آستانه پیری قرار گرفتن که بسیاری از همرزمانشون در عنفوان جوانی به دست جلادها به جوخه‌های اعدام سپرده شدن. بنابراین تجلیل از اینا، تجلیل از کل جنبش کمونیستی ایران و کل عزیزانی هست که ما در این راه باشون همسفر بودیم، چه اونهایی که دیگه در بین ما نیستن، چه اونهایی که هنوز هستن. یا بالاتر از اون، به نظر من تجلیل از تاریخ یه جنبشیه که بیش از 100 سال در راه ترقی، تکامل و پیشرفت جامعه ما جنبازی کرده، مبارزه کرده، قهرمانانه شهید داده، و در بسیاری از دستاوردهایی که تو جامعه ایران به وجود اومده نقش داشته، و آینده هم امیدواریم که بتونه این جامعه رو به سوی یه راهی که واقعا آرمان همه ما هست، یعنی سوسیالیسم، هدایت کنه. من وقتتون رو زیاد نمیگیرم، فقط میخواستم بگم که برنامه امشب ما شامل این بخش هست. در نخستین بخش رفقای اتحاد چپ ایرانیان خارج کشور پیامشون رو میخونن، سپس رفقای اتحاد چپ سوسیالیستی خارج پیامشون بخونم، بعدن کمیته یادمان، در قسمت بعد خانم شیرین قراره برای ما یه برنامه اجرا بکنن که امیدواریم از صدای گرمشون لذت ببریم. قسمت بعدی آقای بهرام قدیمی صحبت میکنن و بعدش یه تنفس داریم برای نیم ساعت برای صرف شام، و بعد تنفس قسمت دوم برنامه هست که با شعرخوانی آغاز میشه، و بعد چند تا از دوستانی که اینجا اسامیشون به ما دادن، از کسان دیگه هم مایلن صحبت بکنن میتونن اسامیشون بدن، در این مورد صحبت خواهند کرد. رفیقمون مهداد، محمود، حسین، کاوه و یوسف، اگه کسان دیگه هم علاقه داشتن صحبت بکنن میتونن بیان اسامیشون رو بدن و برنامه رو پایان بزن. امیدواریم که بتونیم با این بضاعت کممون یه برنامه در خور این شرط، من فکر کنم کیفیت برنامه اصلا چیز مهمتر داشته باشیم، و
این برنامه ما آغاز یک سلسله برنامه‌هایی باشه برای تجلیل از فعالین و کارکنان جنبش چپ. برای همه رفقا شب خوبی را آرزو می‌کنم، امیدوارم که همه از این برنامه لذت ببرن. الان از رفقای اتحاد چپ ایرانیان آقای رضا دعوت می‌کنیم بیاد پیام بده. یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران، مونترال، کانادا، به مناسبت مراسم نکوداشت رفیق تراب حق‌شناس. خانم ها، آقایان، یاران، با درود. جنبش چپ و کمونیستی ایران با قدمتی 108 ساله شاهد مبارزه ده ها هزار کمونیست و مبارزی است که جانفشانی کردند و از تابستان 1284 که گروه سوسیال دموکرات در تبریز شکل گرفت و زمینه‌های تشکیل حزب کمونیست ایران در 5 تیر ماه 1299 را فراهم ساخت، جنبش کمونیستی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. در این فرازها هر کدام به سهم خود نقشی داشتیم و در فرودهایمان نیز گاه حتی به صفت فردی و فارغ از شرایط سیاسی اجتماعی دوران مورد نظر نقش افراد برجسته بوده است. اما نکته اینجاست که در هر شرایطی آرمان خواهی و تلاش برای برپایی سوسیالیسم همچنان در اوج بوده است و چون این است که اگر به شکل حضور در سازمانها و احزاب چپ و کمونیست اندکیم، اما شاهد حضور کلان اندیشه های چپ در عرصه کار سیاسی اجتماعی هستیم. اگر شکست خوردیم، اما از پای در نیامدیم. کشته دادیم، زندانی کشیدیم، شکنجه شدیم، اما همچنان هستیم، حضور داریم. شکست خورده آن نیست که زمین بیفتد، شکست خورده آن نیست که نتواند بلند شود. ما بلند می شویم و در این خیز دوباره یاد می‌داریم یاد رفقایی را که در بین ما نیستند. یاد یاران برای ما یک وظیفه است. اما نکته کلیدی در این یادها یادآوری آرمان‌هایی است که رفقایمان با شجاعت و دلاوری و صداقت و آگاهی در راهشان مبارزه کردند. خانم‌ها، آقایان، یاران، رسم معمول بر این است که همیشه از مبارزینی که در بین ما نیستند تجلیل می شود. اما چگونه است از یارانی که به عنوان عضوی از جنبش کمونیستی ایران مبارزه کرده و هنوز در این مبارزه حضور دارند تجلیل نمی شود؟ دفاع و تجلیل از این رزمندگان زنده به نادرست شخصیت پرستی و شخصیت سازی خوانده می شود. اگر قدرشناسی و اعلام این قدردانی با صدایی بلند در یک مراسم نکوداشت برای رفیقی که در میان ما حضور دارد شخصیت پرستی باشد، پس تجلیل از رفتگان نیز باید مورد پرستی خوانده شود. باور ما چنین نیست. ما به سهم خود خواستیم که سنت شکنی کنیم. شاید این سنت شکنی در بزنگاه‌هایی
و در شرایطی دیگر اما به شکل ضعیف و کمرنگ اتفاق افتاده باشد. قصد ما اما رقم زدن یک اتفاق دیگر نیست، بلکه گشودن فضایی است که در آن بتوان به پاس یک عمر تلاش و مبارزه به آنانی که در میان ما حضور دارند به زندگانمان بگوییم که دوستشان می‌داریم و قدر می‌شناسیم. این چنین برنامه‌های نکوداشت را باز هم تکرار خواهیم کرد. برنامه امشب را به پاس بیش از نیم قرن تلاش و مبارزه به رفیق تراب حقشناس اختصاص دادیم، چهره‌ای شناخته شده در جنبش کمونیستی ایران. تراب از نسلی است که فصل جدیدی را در تاریخ معاصر این جنبش رقم زدند. در برنامه و بحث‌های امشب در مورد تراب بیشتر سخن خواهیم گفت و خواهیم شنید. در مورد رفیقی که زندگیش را در راه آرمان‌هایش گذارده است و هستیش را هستی جنبش کمونیستی ایران می‌داند. اما یک توضیح لازم و روشنگر و آن این است که چرا در آغاز کار اولین برنامه سنت شکنانه تقدیر از زندگان و سرمایه‌های جنبش کمونیستی ایران را به تراب حقشناس اختصاص دادیم. دلیل خاصی نداریم. شاید اگر انتخاب ما رفیق دیگری نیز می بود، باز این پرسش می توانست تر شود که چرا آن رفیق. برای شروع کار انتخاب ما علارغم میل رفیق تراب تجلیل از ایشان است، تجلیل از اندیشه ها و آرمان های انسان دوستانه او. تراب به جنبش کمونیستی ایران تعلق دارد، هم رزم ماست، از آن ماست، از آن توده های کار و زحمت، و در این راه ما یعنی کمیته یادمان به سهم و بضاعت اندک خود قدمی در راه اندیشه های بلند و آرمان خواهانه او برداشتیم. همین و بس. و ما یک تقاضا از تمامی کمونیست هایی که شاهد این فعالیت 50-60 ساله اخیر در ایران هستند. نزدیک به 4 سال پیش سایت اندیشه و پیکار اقدام به انتشار نوارهایی نمود که در برگیرنده گفتگوهایی است که بین بخش منشعب سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان‌های چریک‌های فدای خلق ایران در سال 1354 انجام گرفته است. در این گفتگوها از طرف بخش منشعب سازمان مجاهدین خلق ایران رفقا تقی شهرام، جواد قائدی و از طرف سازمان چریک‌های فدای خلق ایران رفقا حمید اشرف و بهروز ارمغانی حضور داشتند. این نوارها که نقش رفیق تراب حقشناس در انتشار بیرونی آنها غیر قابل انکار است، مورد استقبال عمومی در جنبش قرار گرفت، اگرچه در مواردی نیز به نارسایی هایی در این مورد اشاره شد و یا طرح این پرسش که چرا اینقدر دیر. ما ضمن تقدیر از این حرکت سایت اندیشه و پیکار بدین وسیله از تمامی همرزمانی که در سازمان ها و احزاب مختلف فعالیت دارند و شاهدان زنده پروسه فعالیت 50-60 ساله جنبش کمونیست ایران هستند تقاضا داریم اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند علنی کنند. بگذار بدانیم که بر ما چه گذشت، اشتباهاتمان چه بود، زاویه های پنهان و شاید تاریک فعالیتمان کجاست. حرکتی را که تراب حقشناس از طرف جمع تنظیم و انتشار آرشیو سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر انجام داده است ادامه دهید، به ویژه در فاصله سالهای 1349 تا 1365 اتفاقاتی روی داده است که اسنادش در اختیار پای به سن گذارده های جنبش است. اسناد را علنی کنید، سخن بگوییم و در مواردی حتی اگر اتفاق افتد از سوء استفاده های دشمن نترسیم. باور بفرمایید قوی تر می شویم. خانم ها، آقایان، یاران، سبد سبد گل سرخ نثار یارانی که جانفشانی کردند و اکنون در میان ما نیستند. درودی بی پایان بر هزاران کمونیستی که برای رسیدن به نظمی انسانی یعنی سوسیالیسم مبارزه می کنند و درودی گرم همراه با یک شاخ گل سرخ به رفیق تراب حقشناس.
به پاس یک عمر تلاش و مبارزه‌اش و با تشکر از شما میهمانان محترم برنامه که در اینجا حضور دارید. گرچه ما میگذریم راه میماند، غم نیست. شبی خوب، پربار و پرشور برایتان آرزومندیم. کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران، مونترال، کانادا، 22 فوریه 2014. در این زمینه شناخت این فرد از زبان عربی باعث شد که به متون اصلی اسلامی مراجعه بکنه و با یک نقد قوی مذهب رو و خصلت ارتجای مذهب رو روشن بکنه و در کنار این ارتباطاتی که این رفیق در خاورمیانه با جنبش‌های انقلابی داشت، از جنبش زفار گرفته تا جنبشی که در یمن بود، از جنبش فلسطین گرفته تا جنبش طرح‌های عرب، نقش بسیار بسزایی داشت که بتونه صدای اینها رو در جامعه ما انعکاس بده. و مشخصا رفیق تراب حق‌شناس و سازمان پیکار یکی از تشکیلات هایی بودن و یکی فرد بود که به نظر من جنبش فلسطین رو به مفهوم واقعی به چپ ایران شناسون و در کنار این تونست نشون بده که رژیم صهیونیستی چه بلایی به سر مردم فلسطین آورده و چه جنایتهایی رو در اونجا رقم زده. و در کنار این شاعرای بسیار خوب عرب رو به جامعه ما معرفی کرده، درویش محمودی که از کسانی هستش که ما ترجمه های بسیار زیادی از نوشته های از شعرهای این فرد رو محمود درویش رو تونسته به زبان فارسی برگردونه و شعرهای نزار قبانی رو هم به زبان فارسی برگردونده و این خیلی کار بسیار عمیق بوده که انجام داده. من شعرهایی که داره خیلی زیاده، من نمیخوام هیچ کدوم از شعرهاشو بخونم، ولی در یکی از نوشتهاش که در رابطه با فلسطین هستش، از تودوراکیس تا تهران کلغور، این دفیل از اون سرود ملی فلسطین که در سال 1993 به مردم فلسطین تقدیم شده و به یاسر عرفات و جانبداری از مبارزات مردم فلسطین و در کنار این کیهان کلهر که چطور سمفونی برای فلسطین رو با آهنگسازه بسیار خوب آلمانی و اروپایی نواخته و نغمه‌های متفاوت موسیقی سنتی ایرانی رو و موسیقی عامیانه عرب رو در هم آمیخته صحبت میکنه که بسیار زیباست. بودای متفاوتی از شخصیت رفیق
تراب حق شناس رو میشه برشمرد. یکی از نوشته‌هایی که واقعا منو خیلی تحت تاثیر قرار داد نوشته رفیق تراب در رابطه با حسین روحانی بود. حسین روحانی کسیه که واقعا یکی از یاران بسیار نزدیک تراب بود و متاسفانه در شرایط بسیار پیچیده‌ای که در زندان براش پیش اومد این رو به تصویر میکشه و شخصیت چند بعدی انسان رو که انسان چطور میتونه در هم شکسته بشه و چطور یک قربانی میتونه در یک برهی از زمان با ضعف مواجه بشه رو به تصویر میکشه که این واقعا خیلی تاثیرگذار میتونه باشه روی تمامی ماها. یعنی در حقیقت مثال میذارم مثل احمد عطاللهی که در زندانهای شاه چطور مقاومت کرد و اسطوره‌ای از مقاومت بود و در زمانی که جمهوری اسلامی اومد و زیر شکنجه ها طاقت نیاورد و چطور در هم شکسته شد. بعد در کنار این نوشته های بسیار زیادی، کتاب های بسیار زیادی رو توسط رفیقمون به ترجمه شده که مشخصا کتاب های همین کتابی در رابطه با کتاب در مورد با کتاب کارل مارکس و بازگشت او که از نویسنده هوارد زین هستش که ما دو سال پیش در اینجا تعدادی کتاب آورده شده بود و تمام کتاب ها با فروش رفت. کتاب بسیار بسیار زیباییه که مارکس رو از قرن 18 میاره به قرن 21 و از سوهوی لندن که تبعیدیان و فقرا در اون زندگی میکردن در یه محلی اونه میاره در سوهوی نیویورک و دو مرتبه مارکس بعد از فروپاشی سوسیالیسم روسی دو مرتبه میاد با زبان امروزی صحبت میکنه و بر خرابه های اون فروپاشی سوسیالیسم سربازخانی صحبت میکنه و این به نظر من یکی از کتاب‌هایی که البته این نوشته رفیق تراب و حبیب سایی به یک شکلی به شکل اون کاری که به شکل تئاتر در اومده این رو شما میتونین حتی در یوتیوب ببینین و بسیار بسیار تأثیر گذاره. نوشته های دیگه که از رفیق هستن بیشتر کتاب‌های دیگه با رفیق حبیب سایی به شکل اشتراکی نوشته شده، مثل 40 مقاله در مورد یهودی تباران ضد استعمار فلسطین که میبینیم که چطور کسانی هستند که یهودی هستند و در مقابل عدالت و برابری که مردمان فلسطین برای استقلال خودشون میخوان در کنار اونا میستن و صدایی میشن برای مردم فلسطین به خاطر اون عدالتی که داشتن. در کنار اینا موضوع دیگه‌ای که هستش اینه که رفقا واقعا سازمان پیکار یکی از شخصیت‌های برجسته سازمان پیکار، یکی از رهبرانی که نقش اساسی در این سازمان داشت رفیق تراب حق‌شناس بوده و در حرکت اشتراکی که این رفیق با سازمان پیکار انجام میده نقش‌های بسیار زیادی رو میتونن در عرصه بسیار سیاست ایران در سالهای بعد از 57 به منصه ظهور برسونن. در سال 57 سال چند ماه قبل از اینکه انقلاب شروع بشه در حقیقت سازمان پیکار تأسیس میشه و سازمان پیکار در طی 3 سال خوردی تا 60 دو تا نشست گسترده‌ای رو داشته، دو کنگره داشته که یکی در اسفند 57 بوده یکم در شهریور 59 فکر کنم و مشخصا در این دو کنگری که داشته و کارهایی که انجام میدن این رفقا در جنبه‌های مختلف از حقوق برابر برای زن و مرد گرفته تا در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی تا افشاگری ماجرای خیمه شب بازی سفارت آمریکا و اونها به بهترین وجه اینو نشون میدن با دانشجوهای بسیار گسترده‌ای که داشتن در انقلاب فرهنگی که رخ میده بهترین
خط و خطبندی و مرزبندی رو با رژیم جمهوری اسلامی میکنه، در رابطه با جنگ افروزیایی که رژیم جمهوری اسلامی با جنگی که راه افتاد بود با عراق میفته، این جنگ رو ارتجاعی میدونن. یعنی در حقیقت به نظر من تمامی چیزهایی که در سازمان پیکار نظرگاه و دیدگاهی که در سازمان پیکار هستش برای من در وجود رفیق ترابه حقشناس هم موجوده. یعنی در حقیقت این همانی هستش که ما میتونیم ببینیم در مواقع مختلف. در نفی مسئله چریکی این رفاق خیلی به شکل خیلی با دید بسیار منتقدانه و جالبی به این قضیه برخورد میکنند، در رابطه با موضعشون، در رابطه با ولایت فقیه، افشای قانون اسلامی، در رابطه با افشای رژیم جمهوری اسلامی در تمامی جنبه‌ها، و به خاطر شناخت قوی که از اسلام این رفیق داشته میتونه نقش بسیار مهمی رو این تشکیلات ایفا بکنه در روندهایی که جنبش چپ کمونیستی ایران دنبال میکرده. فقط چیزی که من میخواستم بگم اینه که واقعا رفیق تراب حقشناس یکی از برجسته ترین عناصری هستش که ما در جنبش کمونیستی ایران سراغ داریم. این باعث افتخار ماست از طرفی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور که نکوداشت تراب حقشناس، این چهره منحصر به فرد رو که سرشار از عشق به انسانها، به سوسیالیسم هستش و بیش از 50 سال از بهترین روزهای زندگی خودش رو برای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی اهدا کرده، رفیقانه ترین درودهای خودمون رو بفرستیم. ما دست در دست تمامی رفقای سابق سازمان پیکار که در عرصه‌های گوناگون جنبش‌های اجتماعی و کارگری در کنار ما هستند، دست در دست همدیگه داریم جلو میریم و همین طور هم اعلام میکنیم و باور داریم که رفیق تراب حقشناس نه تنها به سازمان پیکار بلکه به کل جنبش انقلابی چپ تعلق داره و آرزوی ما اینه که روزی فرا برسه که به زودی بتوانیم دو مرتبه نوشته‌های سرشار از حس انسانی با اون ادبیات بی‌نظیر و شیوایی که این رفیق داره که مملو از امید به آینده و امید به آینده درخشانه رو دو مرتبه از ایشون داشته باشیم و نوشته‌های ایشون رو مطالعه بکنیم. من درودهای خاص خودم رو، رفیقانه خودم رو از سوی اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور به رفیق تراب حقشناس و تمامی شما رفقا اهدا می‌کنم. متشکرم ازتون. در این قسمت از برنامه پیام رفقای اتحاد چپ سوسیالیستی به وسیله رفیق سلماز برآورد میشه. من پیام اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان رو خدمتتون قرائت میکنم. پیام اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان به مراسم نکوداشت رفیق تراب حقشناس در مونتریال. به بهانه بزرگداشت یک انسان، یک مبارز، یک رفیق، بزرگداشت انسانها تا هنوز بر پا ایستادند، تا هنوز نفس میکشند و هوا را با ما قسمت میکنند، چه رسم باشکوه و ارزنده‌ای دارد بنا میشود. و امروز برانیم تا انسانی را قدر بداریم که از سلاله پویا، پرشور و عاشق است. عاشقانی که چون بیدهای مجنون فروتنانه زیر بار سنگین دانستن و حس کردن رنج انسانها قامت خم کردند. چون سرو در برابر نابرابری گردن برافراشتند و چون درختان تناور با تبر ستم بر خاک افتادند.
این سلسله اما رویان مانده است. اینان اسطوره های من هستند، در جرفای جان من هستی گزیدند، با ما گام بر می دارند و چشمنداز ها را نظاره می کنند. رفیق تراب حقشناس یکی از این سلاله است، ستاره از کهکشان پرشهاب مبارزان عاشق. هنوز اندیشه می کند، با پیکری فرسوده و جانی خسته و مرارت دیده، او پیر نبرد در جبهه ها و سنگرهای چنگانه نظری و عملی است. از طلبگی فیضیه قم تا مجاهد خلق، با آموزه های شریعتی و تا چریکی با اندیشه های مارکسیستی، در زمانه اختناق و استبداد که اندیشه و کنش خلاف نظم دروغین حاکم کمترین سزایش حبس بود، مبارزه آغاز کرد و بی باکانه به قلب هرچه خطر بود نشانه رفت. از سنگرهای مبارزه چریکی در سرزمین خود تا قرار گرفتن در صفوف کارزار در خاکریزهای سرزمین فلسطین ره می سپرد و به یاری مردمان آواره آن دیار می شتافت و مبارزی ورزیده می شد. دوشادوش مبارزات عملی و در برهه‌ای که تردید در اندیشه های درونی سازمان مجاهدین خلق و شکستن هنجارهای مرسوم بی‌پروایی می‌طلبید، به همراه دیگر یارانش در خط مقدم این جدال نظری بود. آنها در راهی گام نهاده بودند که تماماً شکستن هنجارها و جدایی از یاران بود. آنها زین رو او مبارزی است که چه به لحاظ عملی و چه نظری جهانی را در خود دارد. او به راستی مصداق این نیم بیت سروده فرخی یزدی است: نه هر کس کوه کن شد در جهان، فرهاد می گردد. رفیق تراب فرزند آرمان و هدفی است که همه ما متعلق به آنیم. اگرچه شاخه شاخه ایم، همه شاخه های درخت تناور مبارزه ایم، برای تغییر، برای عدالت اجتماعی، آزادی، دموکراسی، برای سوسیالیسم. تراب خود جایی میگوید: ما وابسته به هر گروه که بودیم، غالباً از طبقات متوسط و پایین بودیم و همگی محیط خفقان آور و سراپا بی‌عدالتی را احساس می‌کردیم و خواستار تغییر آن بودیم. به تغییر امیدوار بودیم و برای این تغییر تا پای جان می‌کوشیدیم. ما نیز عهد می‌بندیم که تاریخ را ما نیز خواهیم نوشت. چشم و گوش جهان را پر خواهیم کرد. برای رفته‌ها یادمان بر پای خواهیم داشت و برای مانده ها بزرگ داشت که همه از تبار جاودانه ها هستند. جمع کوچک اتحاد ما، اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان، به خود میبالد که بگوید: ما از سلاله تراب ها هستیم. بودنش را عزیز میدانیم، ماندنش را آرزو میکنیم و بهروزیش را امیدواریم. آرمانش را گرامی و پیمانش را پارس میدانیم. برای من هماره جاودانه و ماناست. اتحاد چپ سوسیالیستی ایران، فوریه 2014. مرسی گوش کردیم. خانم شیرین از این دو نفر بهرام بعدش ها بود. بعد از برنامه بهرام باشم یا سیامک؟ چون سخنران نیستم و در بعد یک بعد دیگه رو از رفیق تراب میخواستم در موردش صحبت کنم که فکر کردم شاید بعد از برنامه بچه ها باشه. در واقع من دلم میخواد تو رابطه با رفیق از اون رابطه و احساس خودم، احساس شخصی خودم که با ایشون داشتم صحبت کنم. ترانه ای رو که شما شنیدین، من دوره‌ای بود که فکر بکنم وارد 17 سال شده بودم و اولین میتینگی بود که در دانشگاه صنعتی بود و در واقع زمانی بودش که دانشگاه صنعتی شریف بود و زمانی بود که در واقع تمام گروه‌های سیاسی میومدن کاندیداتوری میدادن برای وارد شدن به مجلس و پیکار که من هوادارش بودم تو اون زمان، در واقع مراسم بزرگی تشکیل داده بود و
من که دانش آموز بودم با یه دانش آموز دیگه یه مدتی تمرین کردیم و یه شعر شده ترانه سرود بسیار زیباییه که من امیدوارم یه بار دیگه بتونم این رو اجرا بکنم. ما این رو اونجا اجرا کردیم و در واقع تمام شعر از اینه که هنوز میگه صدای گام های انقلاب هنوز میآید. یعنی بعد از این مدت کوتاهی بود که بعد از انقلاب ما دیدیم که جریان کردستان، سرکوب کردستان شروع شد و ترکمن صحرا و در این ترانه سرود تمام این صحبت ها گفته میشه. به هر حال خیلی بچه ها میدونن که بعد در سال 60 من دستگیر شدم و ماجرای اون. ولی چرا این رو عنوان میکنم؟ فهم خواستم لحظه اولین باری که من رفیق ترابو دیدم، دلم از اونجا میخوام به اینجا برسم که اولین باری که من ایشون رو دیدم و دلم میخواست اینو با شماها شریک باشم. یعنی در واقع حسای من، اون رابطه عاطفی که من با رفیق تراب و پوران داشتم و هیچ وقت من نمیتونم، الان زم نمیتونم تراب و پوران از هم دیگه جدا کنم، برای اینکه همیشه برای من این دوتا با هم بودن. من یادم یه سال، فکر میکنم سال 90 یا 91 بود، اولین بالی بودش که من و مرداد همسرم با هم رفته بودیم پاریس و خیلی دلمون میخواست که ایشون رو ملاقات میکردیم. من هرگز قبلش ندیده بودم، شاید هم دیده بودم، به هر حال نمیشناختم. به هر حال ما تونستیم ایشون رو ملاقات بکنیم و من یادم بود که ما همدیگر رو دیدیم و من وقتی دیدم ایشون خیلی برای من زیبا بود، خیلی یک رخش بود به نظرم و خیلی خوشتیپ بودن ایشون با چشم‌های بسیار نافذ و ما شروع کردیم با هم صحبت کردن و صحبت اون موقع هم بود مشخصا از زمان گذشته، بچه‌ها که زندان بودن، بچه‌ای که اومده بودن و ما حدود فکر می‌کنم یک ساعتی حرف زدیم، از جاهای مختلف ما هم حرف زدیم و راه افتادیم که بریم یه جای دیگه، برفرض بریم قهوه‌ای بخوریم، بریم حرکت کردیم و داشتیم راه می‌رفتیم، یه هایی وایساد و برگشت گفت بچه‌ها یادتونه اون شیرینو یادتونه؟ بعد ما خب به رسم احترام گذاشتیم ایشون صحبتاشون رو تموم کنن، گفت اون شیرین یادتونه، اونی که گام‌های انقلابو می‌خوند؟ و ما سکوت کردیم و گفت اون شیرین که زندان بود یادتونه؟ بچه اون زنده است، اون زنده است. و چون دقیقاً چند ماه قبلش من امریکا بودم و یکی از بچه‌ها من، ما با همدیگر رو دیده بودیم، یعنی اولین باری بود که من خیلی از بچه‌ها رو دیده بودم و اونم رفته بود پاریس و ترا بود و برگشت گفتش که اون شیرین زنده است، بچه‌ها آزاد شده و نکشتنش. بعد همینطور ما، من و مرداد وایسادیم خندیدیم، بعد مرداد گفت خب بابا این همون شیرینه. و من هیچ وقت تو زندگی یادم نمیره وقتی که من نگاهش کردم، این برقی که توی چشمای تراب زد من هیچ وقت یادم نمیره. و برگشت به من گفتش که آخه عزیز من، تو چرا از اول نگفتی؟ و ما انگار از اول این منو بغل کرد و این که من خوشحال بود که من مثل خیلی از بچه های دیگه زندم. رابطه من با این بچه ها خب بعد از اون، شاید به خاطر کار من که خودتون میدونه خیلی میرفتم مسافرت خیلی، ولی واقعیتش وقتی بعد از اینکه اینها رو دیدم، اون حسی که به تمام بچه‌ها داشتن، بچه‌هایی که کشته شدن، بچه‌هایی که هرگز برنگشتن، احساس میکردم که ماها مثل پدر مادرای ما بودن. یعنی حسی که تو رابطه با بچه‌ها داشتن، چه فروغ، چه پوران، چه تراب، همیشه همینطور بود. و من احساس میکردم تو هر مسافرتی که میرفتم و سعی میکردم واقعا هر طوری که شده، حتی برای یک روزم شده، برم پاریس و بتونم بچه ها رو ببینم و ساعت ها بتونیم بشینیم حرف بزنیم و صحبت بکنیم. و میگم این دوتا جزء اصلا جدایی ناپذیر بودن و حتی بعد از رفتن پوران همیشه پوران حضور داشت برای من، همیشه تو حرفامون بود، برای اینکه فقط حضور جسمی نبودش که من فکر کنم باید پوران حضور داشته باشه. و به غیر از بعد شخصیتی که، بعد سیاسی شخصیتی که تراب داشت،
یه چیزی که من شاید بیشتر با ایشون نزدیک احساس نزدیکی و آخ میکنم، علی رغم فاصله بسیار زیاد سنی که ما داشتیم، علاقه و اون حس بسیار لطیفی که ایشون تو رابطه با شعر، ادبیات و موسیقی و تمام اینها داشت و من وارد خیلی جزئیاتش نمیشم به خاطر اینکه میخواستم بگم به هر حال از ترجمه هایی که ایشون کردن از زبان انگلیسی، فرانسه، شعرهایی که به زبان عربی رو ایشون برگردوندن، سرودهای فلسطین رو، فکر میکنم خیلی از اینها رو رفیقمون گفتن، اسمت هم میشه من یادم رو ببخشید، رفیق یوسف گفتن. و همیشه صحبتایی که ما با هم داشتیم این بودش که واقعا خیلی که هنر وقتی که تو جامعه باشه، هنر وقتی که رابطه مستقیم با اجتماع داشته باشه، با مردم داشته باشه، چقدر تأثیرش بیشتر میتونه باشه یا یعنی که فقط به اسم هنر باشه. و خب من از خاطراتم میگفتم که چقدر هنر به عنوان تو ابعاد مختلف، تو شعر، تو داستانگویی، چقدر تو به ماها کمک کرد تو زندان. و و همین هم نظر بودن تراب بود که همیشه میگفتش که شعر، چون همیشه ما وقت در کنار هم بودیم همیشه شعر میخوند، همش در حال حافظ بود، یعنی همش حفظ بود، مثنوی میخوند، حافظ میخوند، یا حتی چیزهای میخواست وقتی با پوران یه چیزی بگی چیزهای عاشقانه از حافظ براش میگفت و این خیلی برای من زیبا بود. و اینکه همیشه هنر به هر شکلش یه جایگاهی داره که آدم تو ناامیدی ها میتونه بهش آویزون بشه و دچار یأس نشه و فکر کنه که زندگی و اون مبارزه با هر چیزی که هست ادامه داره و این برای من همیشه خیلی با ارزش بود. من زیاد صحبت نمی کنم ولی شاید واسه اولین بار دلم بخواد چیزی رو که یه چیزی رو اضافه کنم. آخرین باری که من ایشون رو دیدم فکر می کنم بوده یک سال قبل بود که من با توجه به بیماری که داشتن سعی کردم که تو خونه همدیگر رو ساعت‌ها ببینیم، ولی من بعد از اینکه یکی از هم با هم صحبت می‌کردیم که حالش ایشون رو می‌پرسید، گفتم که آره من فکر می‌کنم از ساعت 1 تا 10 شب ما هم نشستیم. بعد تعجب می‌کردم، گفت تو مثلا چه حرفی داشتی می‌زنی؟ و من میتونم بگم ما ساعت‌ها با هم موزیک گوش کردیم و من یه سری کارهای جدیدم رو براشون فرستاده بودم، ما نشستیم و دونه دونه اینا رو با هم گوش کردیم، دونه دونه برای من شعر میخوند، شعرهایی که از فرانسه ترجمه کرده بود. و بدون اغراق میتونم بگم که من اصلا نفهمیدم این چندین ساعت چجوری گذشت و خوشحالم که تونستم به هر حال آخرین دیدار رو الان داشته باشم و امیدوارم به زودی بتونیم ما بریم و ایشون رو ببینیم. من در واقع یه دلنوشته است که براتون میخونم و این رو براشون خوندم و چند باری سعی کردم که پشت تلفن یکی دوتا رو براش خوندم و قرار شدش که اینا رو ضبط کنم براش بفرستم و در واقع اشکالات کار رو به من بگه و بگه که کجاش خوبه کجاش، و فقط به من گفت بنویس شیرین. اینو کسی نخورده من یه بخورم؟ شب‌های هنری اتاق شش بالا. وقتی صداشو شنیدم تمام هوش، حواس و مغزم با سرعت نور در ساعت مشغول آنالایز کردن صدا شد. خیلی آشناست، کی میتونه باشه؟ از اون دست صداها بود که به خاطر ویژگی خاصش در ذهنم مونده بود. دلم میخواست چشمندم رو بالا میزدم و میدیدمش یه لحظه. نه نمیتونه باشه، واقعا خودشه؟ آره خودشه. برگشتم به 3.5 سال سال 60، زندان اوین. دلهره های ناگهانی از روشن شدن بلنگوهای بند و خواندن اسمها، فشار بازجویی و شکنجه، پاهای بند پیچی شده، تکثیر شمردن های هفتگی، فشار فشار و فشار. اما در کنار این داستان پرتشنج هر روزه، حکایت حال و هوای اتاق شش بالا چیز دیگری بود. روحیه بالا، رفاقت، همدلی، مواظبت و هوای همدیگر رو داشتن، خلاق بودن و ابداع یک چیز جدید
از هیچ برای راحت تر کردن و گذران زندگی دوزخی و به خصوص داشتن شبهای هنری بعد از خاموشی بند. هر کسی هر چه در چنده داشت در این شبها بر روی این دایره هنری عرضه می کرد. از شعر، غزل، ربایی، تران خانی تا فیلم و رمان تعریف کردن. چقدر لذت می بردم از داستانها و شعرهایی که نشنیده بودم تا فیلمهایی را که ندیده بودم و گم شدن حتی کوتاه مدت در فضای رمان، شعر و ترانه در آن جهنم واقعی. از بچه های سن و سالدار اتاق بود، یعنی 28 سالش بود. صدای تعلیم دیده و قشنگی داشت و آهنگای شجریان را خیلی خوب میخواند، به خصوص آهنگ ای مهمن، ای بوتچین، ای سنم. برای اولین بار بود یک صدای شسته رفته را بدون واسطه رادیو یا تلویزیون از نزدیک نزدیک میشنیدم و حس میکردم. با یک سری از تکنیک های موسیقی ایرانی آشنا میشدم، اوج و فرودها، ایستاها و تحریرها. چقدر لذت میبردم و سعی میکردم در ذهنم دونه دونه تحریرها رو حفظ کنم و یاد بگیرم. این شبها به همون روحیه و انرژی میداد و هرچه زمان میگذشت و فشار بیشتر میشد، این دایره هنری هم تنگتر و تنگتر میشد. حالا بعد از این همه سال صداشو باید اینجا بشنوم، لحظه ورودم به ناکجا آباد، به تابوتا. صداش خشک بود و بی احساس و تحکمش هیچ شباهتی نداشت به اون اوجها و فرودها و تحریرهای نرم و نازک. باورم نمیشد. پرسیدم تویی؟ دلم خواست اشتباه میکردم. با همون صدای خشک آمیخته به حس قدرت گفت آره خودمم، چی فکر کردی؟ چشمندتو بالا نمیزنی یا حالا اینجا اومدی تو آدم بشی؟ نمیدونم چرا اونم مثل حاجی رحمانی شده بود، فکر میکرد که من آدم نیستم. چیزی در وجودم فرو ریخت. چه بر سر تو آمد بانوی آواز اتاق شش بالا؟ دیگه هیچ وقت دلم نخواست به ترانه ای مه من، ای بوتچین، ای سنم گوش کنم. بخونم؟ آخه سازم کوک نیست یاد. بخونم؟ با شما این آهنگی رو چیز که بخواه من اینقدر میپرم از این ور به اون ور دیگه. البته من واقعا این آهنگ رو میخونم چون اینو خیلی دوستش داشتم، تراب هم اینو خیلی دوست داره، ولی من واقعا با اجازه هما اینو میخونم چون مهم است این صدای هماست. شعر سایه است، بنشین به یادم شبی، سبک موسیقی ایرانی براتون میخونم چون دستگاه دیگه چیز دیگه ندارم، که به یاد عارف قزوینی این رو داده. و هر موقع من اینو خوندم واقعا به یاد همه دوستا و رفقایی که هستن و نیستن میخونم و فکر میکنم این شعر خودش گویای خیلی چیزاست. به هر حال واقعا اگر میگم ساز صدایی من کوک نیست، شما خودتون بنشین به یادم شبی، تر کن از این می لبی، که یاد یاران خوش است، یاد آورین خسته را، کین مرغ پر بسته را، یاد بهاران خوش است، مرغی که زد ناله ها در قفس هر نفس،
عمری زد از خون دل نقش خون در قفس یاد باد داد داد عارف با داغ دل زار داد ای دل عارف با داغ دل زار ای بلبلان چون نرین چمن وقت گل رسد زین پاییز یاد آورید چون مردم آن بهار خوش در کنار گل از ما نیز یاد آورید داد داد عارف با داغ دل زار داد دل عارف با داغ دل زار عارف اگر در عشق گل جان خست بر بلبلان در عاشقی خوشترین چمن یاد داد زین باید از دامان گل عید آره یار پروا مکن چون می جان رسد از خان آزاد داد داد عارف با داغ دل زار داد دل عارف با داغ دل زار مرسی خیلی ممنون با تشکر فراوان از خانم شیرین که واقعاً ما میدونیم به خاطر تراب خون ولی ما اینو به خودمونم میگیریم لذتش رو امشب ما بردیم واقعا بسیار زیبا الان رفیقمون بهرام قدیمی قرار بیا صحبت بکنه ایشون راه درازی رو طی کرده تا اینجا اومده که ما رو با بیاناتشون مستفیض کنن همه دوستان میشناسندشون چندین بار در مونتریال اومدن ایشون مدت‌ها با جنبش زاپاتیستی همکاری کردن و من فکر نکنم بایوگرافیش رو لازم باشه به گفتن همه میشناسندش بفرمایید با درود به همه دوستانی که اینجا برای نیکوداشت و تجلیل از فعالیت‌های یکی از پرسابقه ترین مبارزان کمونیست کشورمون جمع شدن عزیزان اجازه بدید بگم که چیزهایی که من امشب بهتون میگم شاید بخشایش رفقا گفتند کاش همونجور که شیرین میخواست من قبل از اون حرف میزدم چون واقعا نفسم برید دلم میخواد
از همه رفقایی که اینجا صحبت کردن و از رفیقمون از کارهاش قدردانی کردن تشکر کنم. اجازه بدید ماجرای رو براتون تعریف کنم. دیروز در راه اومدن به اینجا به برنامه امروز فکر میکردم. در سفیدی برف جاده مانند خط و کج و ماوج بی انتهایی پیش میرفت. مدت هاست برف ندیدم. دلم میخواست تا جایی که ممکن باشد چشمهایم را باز نگه دارم، اما نور برف و کمخوابی شب گذشته دست در دست هم دادند تا به اندازه 2 تن بار روی چشمانم سنگینی کند. قهوه توی راه هم نتوانست بالونی بشود و پلک هایم را بالا بکشد. رفیقی که زحمت رانندگی را میکشید دلش برایم سوخت و پس از آتش زدن سیگاری گفت بگیر راحت بخواب. من با خجالت از او عذر خواستم و فقط چند لحظه بعد دیگر نه بیرون را به یاد می آوردم و نه شرم خوابیدن در اتومبیل را. به تدریج ابر رویا جای سفیده برف کز می کند و به یاد می آورم اولین سفرم را به مونترال و قیام مردم موهاک را در سال 1990 و لشکر 22 سلطنتی را که برای سرکوب آنان منطقه را محاصره کرده بود. به خاطر می آورم عکس پرمعنای یکی از رزمندگان بومی را در سپتامبر 90 که چشم در چشم سربازی دوخته است و فریاد خشم چند صد ساله را می توان به خوبی در چشمانش مشاهده کرد. ناگهان من دیگرم را می بینم که از میان باریکادهای بومیان با یک استکان چایی به سویم می آید. می گوید رفقا برایت فرستادند. بدون آنکه لحظه ای تعجب کنم استکان چای را از او می گیرم و سرمای برف را به فراموشی می سپارم. راستی بومیان از کجا می دانستند که من چای خورم؟ و تازه مگر بیکارند که در این اوضاع و احوال برایم چای درست کنند؟ من دیگر من اجازه فکر کردن نمی دهد و می پرسد راستی فردا می خواهی چه حرف بزنی؟ پاسخ می دهم چون قراری نیست. من دیگر من باز مثل همیشه سمج می شود و می پرسد حالا اگر اتفاقی افتاد و دیدی که باید چیزی بگویی چه خواهی گفت؟ راستش دیگر نه مقاومت قوم موهاک را به یاد می آورم و بسته شدن پل مرسیه را و نه رفیقی که فرمان ماشین در دست زحمت رانندگی را می کشد. من دیگر من به همون سرعتی که ظاهر شد ناپدید می شود و من فقط شما را در مقابل خودم می بینم و می گویم کاش خود رفیق تراب اینجا حضور داشت و می توانست با شما حرف بزند. می دانم که دوست داشت با سرود و شادی به جای آن که از خودش چیزی بشنود از مبارزات طبقه کارگر و مردم زحمتکش بشنود، از دختر جوانی که با چهره پوشیده سنگ در دست در خیابان‌های تهران قیام می‌کند و از نشریه خیابان که عکس زیبایش را بر پیشانیش دارد. می‌دانم که خود او معتقد است که هیچ تجلیل فردی از یک مبارز کمونیست معنی نمی‌دهد و می‌دانم که این تجلیل در واقع تجلیل مبارزاتی است که طی 50 سال گذشته در کشورمان جریان داشته و می‌دانم که رفیق تراب از دوران نهضت آزادی تا همین امروز همیشه درگیر فعالیت تشکیلاتی بوده و هست. بنابراین بگذارید این مراسم را به عنوان مراسمی در بزرگداشت از تمام خاک افتادگان راه سوسیالیسم و برابری در این دوران، مراسمی در تجلیل از تمام کسانی که با نام و بینام همچنان برای برقراری جامعه‌ای عاری از استثمار فرد از فرد پیکار می‌کنند و نیکوداشت تمام زنان، مردان و کودکان کارگری که برای برچیدن یوغ سرمایه‌داری نبرد را ادامه می‌دهند در نظر داشته باشیم. فقط در چنین چارچوبی است که تجلیل از رفیق منتراب معنی می‌یابد. اگر تجلیلی از فعالیت‌های این رفیق انجام می‌شود، شاید بیشتر از این جهت باشد که او کسی است که بیشتر به چشم می آید و اگر نه همینجا در همین سالن هستند. یک نمونه‌اش را دیدید، رفقایی که سالها در سخت‌ترین شرایط و تحت شکنجه مقاومتشان را ادامه دادند و حتما باید از آنان نیز تجلیل به عمل بیاید.
در این حال میدانم که اگر بیماری به او اجازه میداد که در میان ما باشد، از همه شما به خاطر وفاداریتان به آرمانهای مشترک همگیمان سپاسگزاری میکرد. متاسفانه بیماری ALS علاج ناپذیر است و در سالهای گذشته او را عملا بستری کرده است. با این حال مهم است بدانید که همچنان از هر لحظه که نیروی اندکش یاری دهد برای مبارزه استفاده می کند. اجازه بدهید بیشتر راجع به ایده ای که ما امروز به خاطرش اینجا هستیم حرف بزنم. گفتند شعر اگر اعجاز باشد بی بلند و پست نیست، در ید بیضا همه انگشت ها یک دست نیست. در جنبش های اجتماعی اگرچه این امر کاملا حکم می کند و افراد فعالان هر کدام به نوبه خود و در حد توان خود در آن شرکت دارند، ولی در این حال همیشه اعضای جنبش با هم ارتباط ارگانیک دارند و به قول فانی با هر دلی که شاد شود شاد می شوم، آباد هر که گشت من آباد می شوم، در بند هر که رفت شریک غمش منم، از بند هر که رست من آزاد می شوم. بنابراین باید به این فکر کرد که چگونه می شوان از این انگشتان یکی از افراد جنبش طوری حرف زد که کلیت آن را تقلیل ندهد. یعنی در همان حال که ما هیچ جنبش اجتماعی نمی شناسیم که رفرنس های درونی خود را نداشته باشد، با این حال هرگز نمی توان فراموش کرد که این رفرنس ها کل آن جنبش نیستند. یعنی وقتی از کمون پاریس حرف می زنیم، از لیساگاره، لوئیس میشل، توفیل فره و ترنکه حرف میزنیم. در همان حال وقتی از لوئیس میشل میگوییم، از لوئیس میشلی حرف میزنیم که در مبارزاتش و در کمون پاریس معنا یافت. یعنی وقتی از رفرنس های یک جنبش حرف میزنیم، به هیچ عنوان از افرادی حرف نمیزنیم که بدون این جنبش هم قادر میبودند چون این مفهوم اجتماعی را داشته باشند. تنها در چنین صورتی است که ما در همان حالی که از رفقایمان قدردانی می‌کنیم به دام شخصیت پرستی نمی‌افتیم. یعنی تجلیل از افرادی که در روند یک مبارزه جمعی شرکت دارند به خودی خود مفهومی نخواهد داشت و ندارد، مگر آنکه مبارزشان، کارهایشان، تأثیرشان و دستاوردهایشان مورد بررسی قرار بگیرد. با چنین برداشتی و فقط با ادامه مبارزه و با شرکت در آن است که تجلیل از آنان معنا می‌یابد. بگذارید با نگاه دیگری به این امر بپردازیم. یکی از رفقای شاعر آنارشیست چند روز پیش به من میگفت بهترین تجلیلی که از یک نویسنده میتوان کرد این است که روی اثرش کار کنیم. این امر شخص را از فرد به جمع تبدیل میکند و اگر نه این که بگوییم فلانی انسان بزرگی است و یا این که بگوییم به به چه انسان برجسته است چیزی را عوض نمیکند. به سخن دیگر پیوستار فرد و جمع را نمیتوان از هم تفکیک کرد. به همین علت همانطور که قبلا گفتم به نظر ما رفیق تراب نمیتواند به هیچ رو به عنوان یک فرد مجزا سخن گفت بدون ارتباط با محمد حنیف نژاد، سعید محسن، تقی شهرام، بهرام آرام، افرازها، رضایی‌ها، شریفزاده الاف، آلاتپوش، غجر ازدانلو، سپاسی آشتیانی، بازرگان ها و صدها رفیق به خاک افتاده در دوران قبل و بعد از قیام و هزاران رفیق پیکارگر در هر دو دوره در داخل و خارج از ایران و حتی بدون حسین روحانی و بقیه آنهایی که کم یا بیش در سازمان مجاهدین خلق ایران و پروسه تکامل آن به بخش منشعب و سازمان پیکار تأثیر گذار بودند، نگاه به او مفهومی نخواهد داشت. طبیعی است که هر کدام از این افراد از جمله خود رفیق نیز تأثیر خود را بر تشکیلات به جای گذاشتند. بنابراین جنبشی که از افراد خود تقدیر می کند دارد از رفرنس های درونی خود تقدیر به عمل می آورد، یعنی از کل مبارزات آن جنبش. در غیر این صورت تقدیر از رفیقی که خودش را با شرکت در یک جنبش و یک تشکیلات تعریف می کند به معنی تقلیل این رفیق به یک فرد مجزا و ایزوله شده است. انسان کمونیست الزاماً انسانی است تشکیلاتی. تصور یک کمونیست بدون تشکیلات اکسیمورون است. در نگاه به یک ساختمان هم آنچه از بیرون شاهد هستیم نمای آن است، سقف آن. ولی آیا مگر میتوان از پیان که در دل خاک پنهان مانده پرانتز گرفت؟ مگر میتوان ساختمان محکم را در نظر گرفت که بدون پی بنا شده باشد؟
در مبارزه طبقاتی هم این همین امر حکم میکند. آنچه در بیرون دیده میشود کمیته مرکزی، سخنگو، نماینده و غیره است، در حالی که هیچ کدام از این ارگان ها بدون بدنه مفهومی نخواهد داشت. یک انقلابی انقلابی زاده نمی شود. او در یک روند است که به انقلابی تبدیل می شود و حتی اگر خودش هم زنده نباشد باز در این روند شرکت دارد. و یا به قول معاون فرمانده انقلابی شورشی مارکوس، یادم می آید در خاک ما می گفتند که مردگانی که همچنان گام بر می دارند کار ناتمامی دارند و به همین دلیل آرام نمی گیرند. شاید بتوان گفت که اعدام‌های دست جمعی و سرکوب گسترده در ایران، شیلی، آرژانتین و هر کجای دیگر جهان با توجه به چنین اصلی انجام می‌گیرد، زیرا در غیر این صورت سرمایه‌داری با به حذف سران تشکل‌ها قناعت می‌کرد. با توجه به همه اینها نمی‌توان از تراب حق‌شناس حرف زد بدون صحبت از انجمن اسلامی دانشجویان، بدون صحبت از سازمان مجاهدین خلق ایران، بدون صحبت از بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق، به خصوص بدون صحبت از فعالیت‌های سازمان مجاهدین در هر دو دوره نخستین آن در خاورمیانه و ارتباط آن با سازمان‌های انقلابی منطقه، بدون صحبت از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و بدون صحبت از اندیشه و پیکار در دوران تبعید و شاید از جنبش انقلابی ایران در کلیت آن در دهه‌های گذشته. برای من رفیق تراب یکی از سمبل‌های ادامه کار سازمان پیکار است. پس اجازه بدهید در این باره سخن بگویم. رفیق تراب در جهرم به دنیا آمد. در سال 40 به نهضت آزادی ایران پیوست. در سال 44 برای سازمان مطالبی از زبانهای انگلیسی و عربی ترجمه کرد. آن زمان نشریه درونی به نام اخبار فلسطین به منظور آموزش رفقا به کار می آمد تهیه می شد. در فروردین 49 با دو نفر از دیگر از اعضای سازمان به منظور تماس با الفتح و جلب موافقت رهبری آن برای دیدن آموزش نظامی اعضای سازمان عازم کشورهای خلیج می شود و چند ماه بعد باز هم برای گزارش به طور قاچاق به ایران باز می گردد. از مرداد آن سال آموزش نظامی اعضای سازمان آغاز شد. در همان دوران است که 6 نفر از رفقا که از دبی به بیروت می رفتند دستگیر می شوند. هواپیمایی که قرار بود این زندانیان را در آذر 49 به ایران بازگرداند توسط یک کماندو متشکل از جمله حسین روحانی و محسن نجات حسینی روبوده شده به عراق برده می شود. در چارچوب فعالیت سازمان برای آزادی زندانیان از چنگ شکنجه های رژیم عراق، رفیق تراب عازم بغداد می شود تا نظر خمینی را برای حمایت از این مبارزین جلب کند. او موفق نمی شود و خمینی از کار تفره می رود. سال 50 دست آخر با سفیر سازمان آزادی بخش در عراق ابو نزال تماس گرفته می شود و با کمک او موفق می شوند زندانیان را نجات دهند. در سال 50 سال بزرگترین ضربه به سازمان مجاهدین خلق ایران است. تقریبا کلیه مسئولین و کادرهای سازمان دستگیر می شوند. از این زمان کار پرچید جبهه رفقای خارج از کشور آغاز می شود. در آذرماه همان سال مجاهد شهید احمد رضایی چمدانی حاوی از کتب و اسناد سازمان را به خارج ارسال می کند و خواهان انتشار آن می شود. در 20 بهمن ماه 1350 رفیق تراب، حسین روحانی و محمود شامخی بیانیه اعلام موجودیت سازمان مجاهدین را تهیه می کند. در فروردین 51 نخستین دادگاه مجاهدین تشکیل می شود که در آن 4 نفر ناصر صادق، علی میهن دوست، محمد بازرگانی و علی باکری به اعدام محکوم می شوند و در 23 فروردین همان سال این حکم به اجرا در می آید. در همان سال است که برای نخستین بار به جان یک مستشار نظامی آمریکایی جنرال پرایس در ایران سوء قصد می شود. در اردیبهشت 59-2 فرار قهرمانانه رفیق محمد تقی شهرام با همیاری افسر زندان صدفان امیرحسین احمدیان از زندان ساری مانند بمبی فضای سیاسی ایران را میترکاند. به دنبال قتل مستشار آمریکایی هاوکینز، رضا رضایی در 25 خرداد 52 به شهادت میرسد. در همان زمان فعالیت سازمان در خاورمیانه گسترش مییابد. در سال 54 با انتشار کتاب بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق و انشاب در این سازمان، در جنبش سیاسی ایران زمین لرزه ای می شود که پس لرزه هایش را هنوز حس می کنیم.
پس از قیام بهمن 57 در اسفند ماه همان سال اولین کنگره سازمان برگزار می شود و رفیق تراب پس از بستن دفاتر سازمان در عدن و لیبی در فروردین 58 به ایران باز می گردد و از آن زمان در تحریریه نشریه پیکار سازماندهی می شود. او تا آخرین شماره پیکار یعنی شماره 127 در آبان 60 در تحریریه آن فعال بود. سازمان پیکار که با موضع‌گیری‌هایش علیه جنگ ارتجاعی ایران و عراق، علیه ضد انقلاب فرهنگی در ایران، علیه سرکوب کارگران و خلق‌ها و افشای سیاست‌های رژیم از جمله نمایش اشغال سفارت آمریکا که سازمان‌های مختلفی در مقابل آن به دفاع از رژیم به خوش‌شخصی پرداخته بودند به عنوان تشکلی معروف شده بود رادیکال. فعالین سازمان پیکار به پرچمدار مبارزه بی امان علیه هر دو جناح ارتجاعی رژیم بدل شدند و به همین علت نوک تیز حمله های رژیم بودند. ترور بسیاری از رفقای سازمان در خیابان ها نشان دهنده تنفر دشمن از انقلابیون به خصوص از فعالین سازمان پیکار بود. اجازه بدهید فقط برای یادآوری از چند تن از آنان نام ببریم. ناصر توفیقیان 18 فروردین 58 اصفهان، رضا براتوند 21 تیر 58 مسجد سلیمان، حجت الله خوشکفا 24 اسفند 58 اندیمشک، مهناز معتمدی 4 آذر 59 اهواز، اسفندیار قربانی 13 تیر 59 فیروزکوه، مسعود صالحراد 13 مرداد 59 سرخاب تبریز، حسن صالحی 13 شهریور 59 رشت، مژگان رضوانیان 19 اردیبهشت 60 تهران، نسرین آموزگار 7 خرداد 60 تهران. حتی بعدها در خارج از کشور نیز مانند عبدالامیر راهدار در 7 مهر 61 در بنگلور هندوستان. رفقا این فقط یک لیست کوتاه، این لیست همچنان ادامه داره. رژیم برای از میان برداشتن خطر انقلابیون دست آخر با حکومت نظامی پاسخ داد و به شیوه اسلاف خود در آرژانتین و شیلی، در سودان و اندونزی به قتل عام کمونیست ها و بقیه مخالفین دست زد و کار را به جایی کشاند که دوستان و همکارانش را نیز از دم تیغ گذراند. در 14 بهمن ماه 60 در کنار بحران درونی با ضربه جبران ناپذیری که مرکزیت پیکار می‌خورد، این سازمان عملا به خاموشی می‌کشد. بسیاری از رفقا به خارج میان در همین دورانه که بسیاری از کادرها و رهبران سابق پیکار که به خارج اومده بودند به اشکال مختلف در مدت کوتاهی مبارزه را به کنار می‌نهند و یا به بهای پست و سمت به گروه‌های می‌پیوندند که همان زمان هم برای یک فعال پیکاری تنها به مفهوم گامی بود به عقب. فقط تعداد کمی از فعالین پیکار هستند که همچنان با هم میمانند و میکوشند برای انبوهی از سوالها و ابهامات پاسخ بیابند و در این حال در برخی از مبارزات عملی تا آنجا که توانشان اجازه دهد شرکت کنند. در این راستا و با علم به این امر که پاسخ به بحران جنبش کمونیستی نه در محدوده یک گروه و سازمان و نه در محدوده های ملی قابل رسیدگی است، جستجوی پاسخ در جنبش های بزرگ و کوچک دیگر در دستور کار قرار می گیرد بدون آنکه هیچ برنامه ای از قبل تعیین شده ای برایش باشد. در همین چارچوب بسیاری از کتب و جزوات مارکسیستی تکثیر شد. یادم می آید آن زمان بسیاری از این کتاب ها در سوئد از طرف عباداران پیکار تکثیر می شد و فعالیت های مختلفی در دفاع از پناهجویان در پاکستان و ترکیه انجام گرفت. تشکیلاتی که در گذشته به عنوان اتحادیه دانشجویان ایرانی هوادار سازمان پیکار فعالیت می کرد نیز نامش به هواداران سابق پیکار تغییر کرد و همچنان فعالیتش را ادامه داد. در اواخر 66 یعنی نوامبر 87 نخستین شماره اندیشه و پیکار منتشر شد، نشریه‌ای که هدفش را بررسی بحران و مسائل جنبش کمونیستی در سطح بین المللی و ملی و مبارزه برای تحقق آرمان کمونیست معرفی کرد. از این نشریه جمعاً 4 شماره انتشار یافت. انتشار اندیشه و پیکار در این حال گویای یکی از خطوط اصلی است که سازمان از اولین روزهای آغاز کارش در اواسط سالهای 50 همیشه به عنوان یکی از مشخصاتش دارا بود.
نترسیدن از اشکال جدید تفکر و عمل. اگر انتقاد به سازشکاری نهضت آزادی رفقایی را به شیوه جدیدی از مبارزه کشاند که بعدها به سازمان مجاهدین معروف شد، انتقاد از ایدولوژی اسلامی و عدم توانایی آن به پاسخ به معضلات باعث روی آوردن سازمان به مارکسیسم شد و انتقاد از مبارزه جدا از توده و برخوردهای درونی سازمان شکل گرفتن از جمله سازمان پیکار را در پی داشت. فعالین سازمان در تبعید نیز میبایستی در جستجو به جوی پاسخ برای بحران برمی آمدند که یکی از بحرانی بر فعالین سازمان در تبعید نیز میبایست در جستجوی پاسخ برای بحرانی برمی آمدند که یکی از رادیکال ترین سازمان های سیاسی ایران را به بنبست کشانده بود. جمع ما کوشید پاسخ ها را در عرصه های مختلفی بجوید. به قول شاعر بزرگ فلسطین محمود درویش، ما را بیهوده به تبعید نفرستادند و ما آن را بیهوده سپری نکردیم. در نوامبر سال 89 دیوار برلین فرو ریخت و سرمایه‌داری جهانی هجوم بی‌سابقه‌ای را نه تنها در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی بلکه همچنین در عرصه فرهنگی آغاز کرد. در پی سقوط دیوار برلین ما شاهد شکست بسیاری از جنبش‌های انقلابی در سطح جهانی نیز بوده‌ایم. شکست این جنبش‌ها در سطوح سطح جهان به اجبار به صلح برخی دیگر از سازمان‌های انقلابی و سرکوب عده‌ای دیگر ختم شد. داریم از روزهای تلخی حرف میزنیم که خاطراتش در وسایط ارتباط همگانی با گذشت زمان کمرنگ شده است. برای به تصویر در آوردن شرایط آن روزها کافی است به یاد داشته باشیم ادامه سیاست نابودسازی خلق فلسطین توسط صهیونیست ها را و سرکوب وحشیانه بسیاری از جنبش های دیگر، برای مثال حمله به ببرهای تامیل در ماه مه 99 و قتل عام بیش از 40,000 نفر و سکوت جهانیان را. جنبش کمونیستی و انقلابی ایران نیز از تأثیر این شکست برحذر نبوده است. در کنار کسانی که مبارزه را بوسیدند و به زندگی خصوصی خود پناه بردند، بودند بسیاری از رفقای سابق که به تدریج به صفوف دشمن پیوستند. داریم کسانی را که به خدمت سیا و دیگر سازمان‌های جاسوسی درآمدند و به ابزارهای فرهنگی آنها در رادیو فردا، بی بی سی، صدای اسرائیل و سازمان‌های به اصطلاح غیر دولتی مانند علاءالدین درآمدند. تا آنهایی که در گروه های رنگ و وارنگ پروژه بگیر به جستجوی تأمین آینده خود رفتند. در سپتامبر 95 به همت نشریه اکتوال مارکس نخستین کنگره بین المللی مارکس در پاریس برگزار شد. این کنگره یکی از اولین حرکت های تئوریکی بود که صدایش را علیه طبل توخالی نابودی مارکسیزم بلند کرد. ترجمه بسیاری از متون و سخنرانی های این کنگره در 3 مجلد کوششی بود برای رساتگر کردن صدای کمونیست های دیگر کشورها. ترجمه آثار دیگر هم همه در همین مسیر شکل گرفت. نشر صدای اپوزیسیون یهودی تبار اسرائیل و شناساندن صدای مقاومت ملتی بود علیه نابودی و همصدای انسانهای متعهد کشور استعمارگر با آرمان آنان. در چنین دورانی است که مقاومت در برابر تز پایان تاریخ به یکی از وظایف انقلابیون بدل شد و کسانی که هنوز به پرینسیپ‌های خود پایبند مانده بودند، هر یک به نحوی سعی کرد ارزش‌ها و دستاوردهای جنبش کمونیستی و انقلابی را حفظ کند. انتشار آرشیو سازمان پیکار از بد و فعالیت سازمان و مجاهدین خلق برای نخستین بار در میان سازمان‌های سیاسی ایران نشان دهنده پایبندی و مسئولیت پذیری در مقابل گفتار و کردار گذشته سازمان در هر 3 دوره آن بود. این ابتکار عمل مهمی است برای حفظ حافظه تاریخی بخشی از جنبش کمونیستی کشورمان. انتشار گفتگوهای درونی 2 سازمان چریک‌های فدایی خلق و سازمان مجاهدین خلق ایران به نوبه خود به مسابقه دفاع از رادیکالیسم انقلابی هر 2 سازمان در زیر تیغ سرکوبگران رژیم پهلوی گویای پایبندی ما به مبارزات آن دوران است. رفیق تراب طی 30 سال طی سالهای تبعید، طی دوران عقب نشینی جنبش، پایبندی خود را چه نسبت به تشکیلات و چه نسبت به جنبش طبقه کارگر، چه نسبت به جنبش مقاومت در فلسطین و چه در نقاط دیگر نقاط از جمله جنبش زاپاتیستی در عمل نشان داده است. بیشک خود او نیست از تمام این جنبش ها تأثیر پذیرفته است. از نظر من در تمام فعالیت هایی که در حد اقل اندیشه و پیکار در سالهای گذشته در دوران تبعید داشته است، رفیق تراب و اخشناس یکی از ستونهای اصلی بوده و هست. انتشار بیش از 30 کتاب و صدها مقاله و ترجمه شعر و فیلم،
همکاری با نشریات و سایت های مختلف بدون او کاری است که برای من تصورش سخت است. از همتون سپاسگزارم. رفقای عزیز، ما نیم ساعت بریک میدیم. قسمت اول رو غذا هست، نوشیدنی هست و همت عالی کمک بکنید، هر کی در حد توانش، هر کی هم نمیتونه دیش اشکال نداره. من غذا هست، هم نوشیده، هم همه چیز. بفرمایید پذیرایی کنید. سر نیم ساعت دوباره قسمت دوم رو شروع. خیلی ممنون از آقای بهرام که ما رو بسیار بسیار سرفراز کرد. من خودم یکی دو تا شعر میخونم و قسمت بعد چند تا رفقا لیست گرفتن، اگه کسی هم خواست باز لیست بگیره بگیره صحبت. یه نکته ای که در مورد تراب من به طور مشخص میخوام صحبت بکنم، سر شعر شیرین اشاره بسیار خوبی کرد. تراب یه آدمه مثل اکثر فعالین جنبش چپ ما، یه آدم های چند بچی چند بولی هستن، یعنی در یه زمینه خاص نمی گنجن. تو زمینه فرهنگی این آدم اگر اون مصاحبه‌ای رو که خودش تو اندیشه و پیکار کرده راجع به پیشینه فرهنگیش و اینی که از دوران نوجوانی و اکثر ما شاید خیلیمون کمابیش این زمینه ها رو داشتیم، خانواده های مذهبی بودیم که آنچنان و تو شهرستان های کوچیک آنچنان وسائلی نداشتیم که بتونیم از جنبه های مختلف استفاده کنیم، به ادبیات و فرهنگ پناه می بردیم. و تراب خب البته به خاطر که توی خانواده تحصیل کرده ای هم بوده بیشتر از هم به این چیزا دسترسی داشته واقعا. و خودش هم میگه من از بچگی با قابوسنامه، تاریخ بیهقی، حافظ، سعدی، مولوی و و و با همه بزرگان ادب ایران دمخور شدم. وقتی هم که همونطور که شیرین گفت، کسانی که از نزدیک میشناسندش، وقتی که پهلوش باشی دائما داره این اشعار زیبای زبان فارسی رو زمزمه میکنه، برای با شعر صحبت میکنه و این یه حسن بسیار خوبشه. نکته ای که در موردش بسیار بسیار های اهمیته، ترجمه هایی است که از اشعار عمیق و زیبای محمود درویش ارائه داده. من امشب دو سه نمونه کوچیکش رو انتخاب کردم، به ویژه یه شعر بلند محمود درویش که راجع به ادوارد سعید هست، که بخشی از این من انتخاب کردم که به خود زندگی تراب هم میخونه. یعنی درست یه انسانی که بین فرهنگ ها حرکت میکنه، از هر فرهنگی میخواد یه جنبه ای رو بگیره و یه چیز کامل بسازه. یعنی انسانی که خودش رو متعلق به این فرهنگ و به اون فرهنگ نمیبینه، یه انسان بین‌المللیه که انسان در تمامی محدوده کره زمین براش مفهوم داره با همه فرهنگ هایی که هست و ارزش گذاری به اینا. تراب این زمینه به نظر من یکی از معدود کمونیستای نسل ما و پیش از ماست که تو جنبه انترناسیونالیستی به طور عملی، تئوریک، فرهنگی درگیر بوده. ما کمتر آدم داریم که سالهای زیادی از عمرش رو با جنبش منطقه بریجه، فلسطین، عمان، یمن، لیبی، مصر و و در این جنبش‌های منطقه مستقیم درگیر باشه. اگه کتاب رفقایی که تاریخ جنبش چپ نوین ایران رو خونده باشن، ببینید مثلا خاطرات پرواز بر فراز خلیج رو مال نجات حسینی، خیلی روشن میگه اصلا این آدم اولین باری که من دیدمش محمد علی توی اتوبوس میدون آزادی 1349 ماها رو اومده بود ببره به دبی. یعنی خودش قبلا رفته بود اونجا، ترتیبات داده بود که اینا برن اونجا آموزش نظامی تو فلسطین بده. که بعد داستان میگه ما برای اون چه اتفاقی افتاد، تراب که رفته بود باز دوباره دبی برگشت اومد عراق و و غیره، که بچه‌ها اشاره کردن. یعنی زندگی تراب بخش زیادش تا قبل انقلاب در ارتباط با جنبش بین‌المللی منطقه است.
و این ازش یه آدم استثنایی میسازه که به نظر من ارزش‌های بی‌نظیری داره که ما ازش خیلی چیز میتونیم یاد بگیریم. به هر صورت من صحبت رو کوتاه میکنم، در این زمینه خیلی میشه صحبت کرد، خصوصیات شخصیت آدمی که با ادبیات اینچنان دمخوره که این برای ما آموزنده است که ادبیات هر کشور بخشی از زندگی و مبارزه و هستی اجتماعی اون جامعه است و بدون غرق شدن و شناخت از این ادبیات هم ما کامل نیستیم. بنابراین این نکته هست که من دوست داشتم بگم. یه شعر یکی از دوستان برای تراب گفته، امیدوارم من بتونم خوب بخونمش. مسافر راه‌های دور سال‌های دیرین، مسافر همیشه، مسافر عشق. صدایت شفافیت چشم ساران، ترانه و گرمیست، صدایت رساتر با آوایت آرام بخش و نشاط آفرین، یادآور آینده های روشن، رویاهایت را پراکنده کرد گردان و دستانت این دست های یاریگر و گردآورنده، قلبت که اقیانوسی از عشق، عشق به آرمان های من و سینه‌ات رازدار هزاران حماسه، نگاه و اعتمادت امید است، آرشگونه کمانت را از تیرهای رهایی پر کردی، چشم‌ها در انتظار سواران سپید شد، چاووش مسافران فردا، صدایت پایدار. اما چند تا قسمت کوچک از ترجمه خود تراب که بسیار شاعرانه و زیبا شده و نشون میده تسلطش به ادبیات فارسی، انتخاب کردم. هر جا خسته شدید بگید چند تا قطعه کوچیک، چون این یه قطعه بسیار بلنده که محمود درویش برای ادوارد سعید گفته بعد مرگش. من معتقدم خیلی از این قسمت‌ها به خود تراب و ترابهای جنبش چپ ما میخوره. 30 سال پیش و زمانه کمتر از امروز سرکش بود، هر دو به هم گفتیم اگر گذشته تجربه ایست، فردا را به معنایی و رویایی بدل کن. برویم به سوی فردا من دلگرم از صدق خیال و معجزه گیاه. به یاد ندارم که به سینما رفتیم سر شب، اما شنیدم سرخپوستانی را از پیشینیان که به من هشدار می‌دادند دل مبند نه به عصر نه به مدرنیته. یه قسمت دومش باز درباره هویت پرسیدم، گفت دفاع از خود است، هویت زاده تولد است، اما سرانجام از ابتکار صاحب آن نشأت می‌گیرد و نه از میراث گذشته. من چند گانه‌ام، در درونم برون هموار نوشنونده است، اما من متعلقم به سؤال قربانی. اگر نبودم از آنجا دلم را می آموختم که آهوان استعاره را در آنجا بپرورند. پس میهنت را بر دوش کش، هر جا بروی و باش مغرور اگر لازم باشد. تبعیدگاه است جهان خارج و تبعیدگاه است جهان درونی، و تو در بین این دو چیستی؟ خیش را نمی شناسانم مبادا آن را گم کنم. من همانم که هستم و دیگریم هستم در دوگانه‌ای که بین کلام و اشاره تنینی هماهنگ می افکند. اگر شاعر بودم می سرودم من دو هم در یک، چون دو بال چلچله. و اگر بهار دیر و فرارسد
به مژده‌اش بسنده می کنم. به سرزمین های عشق می ورزد و آنها را ترک می کند. دوست دارد به سوی هر ناشناخته ای سفر کند، چرا که در سفر آزاد بین فرهنگ هاست که جویندگان گوهر انسانی شاید فضای کافی برای همگان بیابند. باز این قسمت رو میخونم برای که دقت کنی. زیباست. به سرزمین های عشق میورزد و آنها را ترک میکند، دوست دارد به سوی هر ناشناخته ای سفر کند، چرا که در سفر آزاد بین فرهنگ هاست که جویندگان گوهر انسانی شاید فضای کافی برای همگان بیابند. اینجا حاشیه‌ای به پیش می رود یا مرکزی عقب می نشیند، جایی که نه شرق همانا شرق است و نه غرب همانا غرب، جایی که آغوش هویت به روی چندگانگی باز است، نه دژی و نه خندقی. قسمت بعدی. اندیشمند داستان سرای قصه پرداز را مهار می زند و فیلسوف گلهای آوازخوان را تشریح می کند. به سرزمین هایش می ورزد و آنها را ترک می کند. من آنم که خواهم بود و خواهم شد، خود خیشتنم را می سازم و تبعیدگاهم را بر می گذینم. تبعیدگاهم زمینه صحنه حماسی است. دفاع می کنم از نیاز شاعران به فردای شکوهمند و هم به خاطرات، و دفاع می کنم از درختی که پرندگان به خود پوشند، به سان میهن یا تبعیدگاه و از ماهی که هنوز شایسته شعر عاشقانه است. دفاع می کنم از اندیشه‌ای که آن را سستی جانبدارانش در هم شکسته است. اندیشه نیست که در هم شکسته است، سستی جانبدارانشون در هم شکسته. من یه قسمت آخرم میخونم تمامش میکنم. پس تو نیز به درد حسرت گذشته مبتلا شده ای؟ حسرت آینده ای والاتر، دورتر، بسیار دورتر. رویایم رهنمای گامهای من است و بینشم رویایم را می نشاند، بر زانویم چون گربه دست آموز. این است واقعیت خیالی و فرزند اراده. ما می توانیم حتمیت مقاط را تغییر دهیم. حسرت دیروز چه؟ عاطفه‌ای که به کار اندیشمند نمی آید مگر برای آن که درک کند کشش غریبه را به ابزارهای قیام. ولی من حسرتم کشمکشی است بر سر اکنونی که تخم‌های فردا را در چنگ می‌فشارد. این قسمت تموم می‌کنیم. قربان. ترجمه ای از خود تراب اخشناس. در قسمت بعدی چند تا دوستان رفقا اسمشون نوشتن. مهداد بیاد اول صحبت کنه، به ترتیب من اسمای دو خواهر رو میکنم. و سلام. من سعی میکنم تا اونجا که میتونم خلاصه حرف بزنم و بخشی از خاطرات و بخشی از نظرات و در یک قسمت آخرش یک کرونولوژی یا زندگی تراب بر حسب تاریخاتی که اتفاق افتاده به زبان خودش بگم. یه بخشی دیگه از این شاخ به اون شاخ میپرم، به خاطر اینکه در دورانی که باش آشنا شدم و زمانهایی رو گذروندیم اتفاقات بسیار متفاوتی افتاده که هر کدوم از اینا میتونه برای خودش
یه ویژگی داشته باشه، ولی تا اونجایی که برمیگرده به شخصیت و ویژگی این رفیق مبارز که بیش از 50 سال در مبارزه اجتماعی و سیاسی ایران و جهان حضور داشته، وفاداریش هستش به طبقه کارگر، فروتنیش هستش نسبت به آدم‌ها و احساس مسئولیتی هستش که نسبت به رفقا و چه کسایی که مبارزه میکنن، چه کسایی که شهید شدن و چه کسایی که خانواده اونا تشکیل میدن. این احساس مسئولیت فقط در حرف نبود، بلکه تراب تبدیل به قطبی شد که تمام جریاناتی که بون نزدیک میشدن بودند تونستن از کمک های فکری و عملیش بهره مند میشن. و به شکلی یک سازماندهی فکری رو انجام داد و که تا به حال ادامه داره. تراب بدون پوران معنی نداره و این دو یار در عرصه عملی، در عرصه تئوری تونستن در بخش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی خودشون نشون بدن، بخصوص تو جریان انقلاب ایران و جنبش فلسطین. جنبش فلسطین به خاطر اینکه شناخت عمیقی که به علت حضورشون در مقاطع مختلف تاریخی و اطلاعات و سازماندهی و رزمندگی اونا کسب کرده بودن، یک احساس مسئولیت و احساس تعلقی به اینا داده بود که واقعا من شخصا کسی رو ندیدم تو جنبش تو ایران به این شکل این جنبش رو نمایندگی بکنه، این جنبش رو طرح بکنه و ازش دفاع بکنه. در اینجا سعی میکنم به شاخص‌ها و قطع و برش‌هایی از زندگیش یا نظراتش اشاره بکنم، چون واقعا همونطوری که همه میدونین این میتونه به ساعت‌ها طول بکشه و به وجوه مختلفی از کارها، شخصیت و نگاهش بپردازه و عملا این وقت نیستش و من تا اونجا که میتونم خط خلاصه یه سری از مقولات رو طرح میکنم. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون میجهید که ما را بلیده است، شما که از دل طوفانی بیرون میجهید که ما را بلیده است و وقتی از ضعف‌های ما حرف میزنید یادتان باشد از زمان سخت ما هم چیزی بگویید. برنامه امروز که به نکوداشت یک عمر مبارزه و تلاش برای احقاق حقوق محرومان برای رفیق تراب حقشناس برگزار میشود، به نوعی سپاس و ادای دین ماست به این مبارز کمونیست و همینطور به تمام رفقا و مبارزینی که برای آزادی و سوسیالیسم جنگیدن، در میان ما نیستند و یا آنانی که همچنان در سه نبرد طبقاتی میرزمند. در صحبتی که امروز با او داشتم و از او خواستم که پیامی را برای این جمع بفرستد، با توجه به حال روزش متاسفانه نتوانست پیامی ضبط شده برای من ارسال کند، ولی گفت که من جز ناچیزی از مبارزه مردم ایران هستم و زندگیم در این راه بوده و همچنان یاد مبارزان و رفقای از دست رفته را یادآور می شد و خواهان قدردانی از تمام عزیزان شد. او گفت که به یک مبارزه عمومی اعتقاد داشته و نه رهبر و نه سخنگو بوده است و تنها جزی از مبارزه عظیم مردم بوده است. برای من اما رفیق تراب با ویژگی‌های بسیاری مطرح است. آنجا که از مارکس و هجدهم برومر می‌گوید
که انقلاب‌های پرولتری مدام از خود انتقاد می‌کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می‌سازند و به آنچه که انجام یافته به نظر می‌رسد باز می‌گردند تا بار دیگر آن را از سر گیرند. خصلت نیمبند و جوانب ضعف و فقر تلاش‌های اولیه خود را بی‌رحمانه به باد استهزا می‌گیرند، دشمن خود را گویی فقط برای آن به زمین می‌کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرند و بار دیگر غول‌آسا علیه آنها قد برافروزد. یا آنکه هیچ یک از دستاوردها و شخصیت‌ها جنبه تقدس ندارند و همه را میتوان در صورت لزوم به نقد کشید. در جای دیگر اشاره میکند که حتی اگر تنها واکنش به فراخوان ما پژواک صدای خودمان باشد، یعنی هیچ کس ما را تایید نکند، از ذکر حقیقت دست نمیکشیم. این ویژگی قابلیت نقد و دفاع از حقیقت در تمام دوران زندگی و شاخص است. از وقتی که در خانواده مذهبی بزرگ میشود و بعد به نهضت آزادی جبهه ملی به سالهای 43 و 44 می‌رسیم که در کنار رفقایش محمد حنیف نژاد، سعید محسن، بریزیدادگان و مشکین فام و رضایی‌ها که از آن به عنوان صالح‌ترین و صادق‌ترین انسان‌ها یاد می‌کند و عاشقانه از آنان می‌گوید سازمان مجاهدین خلق را بنیاد می‌گذارند و این سازمان با نقد رفرمیزم جبهه ملی و نهضت آزادی با تکیه بر دو معیار مخفی بودن و نفی رفرمیزم و پارلمانتاریسم به صورت یک سازمان مخفی و بر اساس اصول حزب لنینی شکل گرفت. بعدها در بخش منشعب و سازمان پیکار و بخصوص بخش بزرگی از رادیکالیزم جامعه را نمایندگی می کرد. بعد از خاموشی پیکار و جایکن شدن به تبعید، عمده تلاش را برای تولید انبوه ادبیات مارکسیستی چه به صورت رفرنس و یا به صورت مقالات متنوع مارکسیستی در سطح ایران و جهان در اندیشه و پیکار و در کنار یاران دیگر پایه‌گذاری می‌کند. احاطه او بر ادبیات و متون مذهبی و همچنین سنتی که با مجاهدین در سالهای 40 در او نهادینه شد، در طول بیش از 50 سال مبارزه برای او تبدیل به پرنسیپی شد که برای نقد و تئوری اهمیتی ویژه قائل باشد و در تولید و نگهداری آن به مبارزه و آیندگان بکوشد. جنبه دیگر رادیکالیسم و وفاداری او به زحمتکشان و طبقه کارگر است و نبرد بی‌رحمانه او با هر نوع نگرش رفرمیستی و اصلاحات عملی طلبانه است که بابروز شده بود و یا هست. در اندیشه پیکار شماره 1 میگوید این است آن شرایطی که می باید به عکس خیش منجر شود، این است آن پتانسیل خفته‌ای که از عمق شکست انقلاب را سلا میدهد. انقلاب البته برای دنیای نوین دنیای سوسیالیسم، اما برای درک مبارزه من، برای آن که گام هامون رو به دنیای نوین باشد، پذیرش بحران لازم است. پذیرش بحران به مفهوم تاریخی و بین‌المللی و تعریف راهی که باید به سوسیالیسم پیمود. یا جای دیگری میگوید نظم سرمایه‌داری جایگاه مخالفین خود را هم تعیین می‌کند، برخی را چپ رسمی و برخی را افراطی طبقه‌بندی می‌کند. آنان که رسمی تلقی می‌شوند باید هرچی بیشتر به کرنش و سازش بگرایند و آنان که افراطی تلقی شدند ماندر در حصار و انزوا را برای خود ابدی بدانند. خواستهای زحمتکشان باید با نامه‌نگاری و التماس صورت گیرد و اگر مثلا شکل مسلحانه به خود گرفت، حتی سازمان عفو بین‌الملل هم از آن حمایت نمی‌کند. اعمال خشونت و استفاده از سلاح فقط حق دولت و پلیس است و کسانی را که حق را مطالبه می‌کند باید خشونت را دریافت کنند. و یا در جایی در رابطه با رژیم از کسانی که نه تنها خود رژیم بلکه به اصطلاح مقدسات آن را به احتضا می‌کشند دفاع می‌کند. درکی که از لخ شدن دختر مصری در برابر تهاجم ارتجاع اسلامی هست چیزی نیست جز فریادی که چون آژیر در زیر سقف زندانی که دارد هشت گسترده‌تر علیه زنان ساخته می شود به صدا در آمده است. تا اینجا سعی کردم بخشی از
شکل، نگاه و نحوه تفکر تو را به اینجا اشاره بکنم. و به علت اینکه بر این قسمت رفیقمون کاوه میخواد بیاد صحبت بکنه و چند تا دوستان رو به حالی هم در نیست هستن که به نوبت سلام و درود بر همه شما رفقا که اینجا اومدین. نهایت سپاسگزاری را از همه شما دارم. من سخنم را با هگل آغاز میکنم. هگل عقیده داشت که انسان حیوان تاریخی است، زیرا زمان اندیش است و غم زمان و گذر اون را دارد. در بررسی جنبش‌های اجتماعی ایران به ویژه جنبش مشروطه‌خواهی، ملی شدن صنعت نفت و جنبش 57 ریشه‌اش را در بحران‌های سیاسی و فکری اجتماعی و فکری و اجتماعی برمی‌گردد و همچنین با قدرت گرفتن روحانیت و پیدایش نظام دین دولتی و نظام خودکامه، عقب ماندگی های اقتصادی و سیاسی و تضادهای اجتماعی، مذهبی، ملی و تبعیض جنسی، جدایی دین از دولت و آزادی و عدالت اجتماعی و دیگر تضادهای اجتماعی در جامعه ایرانی همگی با یکدیگر عجین شدند و در درون یک پرسشواره و در درون خود در یک پرسشواره مشترک قرار می گیرد. هرچند می‌دانیم که حضور داشتن در صحنه سیاسی برای تغییر و مقاومت در مقابل سلطه حکومت تئوکراتیک ولایت فقیه و همواره در تاریخ من با سرکوب، اعدام و شکنجه و حذف دگر اندیش و دگر اندیشان و اقلیت‌ها و زنان و روشنفکران آزادی‌خواه و سوسیالیست بوده است. اما رفیق تراب در جستجوی حل انتزادها و تناقضهای تاریخی من بوده است. او سعی داشت با آگاهی و شناخت و با درک حضور دیگری، هویت و حضور خود را در یک گفتمان تاریخی و اجتماعی در عرصه تئوریک و پراتیک بازگویی کند. او در مرحله از شناخت و خود آگاهی فردی و خود آگاهی جمعی، خود و ما و انسان را به عنوان نقد یا سنجش معرفی می نماید. او به روشی دریافته بود که جامعه ایرانی در دوره‌های مختلف به توسط دو نیروی اساسی، دیکتاتوری و استبداد دینی اداره می شود و دولت نقش خدایی و آسمانی داشته و با انحصار حقیقت خود را حقیقت مطلق دانسته و با ابزارهای سرکوبشان به نفع و نابودی اندیشه ها و دگر اندیشان و حقوق انسانی می پرداختند. و او رفیق تراب خود را مسئول می دانست و سعی داشت به چگونگی شناسایی این معضلات پی ببرد و برای برون رفت از این بحران ها و به شناسایی تاریخ دست یابد و در عرصه تئوری و پراتیک را نشان داد. او قادر بود که برای توضیح و تبیین پدیده‌های تاریخی اندیشه کند. او سعی داشت در تحلیل‌های سیاسی و اجتماعیش از پندار بافی‌ها و خیال بافی‌های متافیزیکی درباره تاریخ اجتناب کند و با توان بیکران خود از عینیت تاریخی به دنبال چیستان‌ها و رمز رازها و سرنوشت تاریخ جوامع بشری را به چالش بکشد. او می‌خواسته معنا و سیر تأول تاریخی را دریابد. اون چه برای او مهم بوده است، نحوه بازآفرینی گذشته تاریخی من و تغییر هستی انسان‌ها بوده است و
و بنابراین او توانایی اون را داشت برای تبیین و توضیح پدیده‌های تاریخی اندیشه کند و دلیل جوید. و شیوه اندیشیدن او درباره طبیعت انسان، انسان شناسی و نگرش کلی به جهان، جهان شناسی و یا کوششی درباره واقعیت هستی شناسی بوده است. او تاریخ را بر مبنای روند خردگرایانه که جریان داشت و به ارزش جهان شمول انسانی باور داشت و تاریخ برای او شناخت حقیقت که انسان به عنوان عامل شناسایی این توانایی را دارد که بر تاریخیت خود آگاهی یابد و بر اون چهره شود که ما اون را وجدان و شعور تاریخی مینامیم تا تفسیری خردگرایانه و نه پوزیتیویستی و رفرمیستی از سیر تاریخ و جامعه به دست می‌دهد. او می‌کوشید در ورای آرمان‌ها بر تجربه واقعی زیست کند و در صحنه سیاسی ایران و جهان نقش تنهایی انسان یا یک ملت فلسطین، ایران و خاورمیانه را در سطح جهانی انعکاس داد. و سیاست‌های ارتجایی آمریکا و اروپا و سیونیست و منطقه را به چالش بکشد. و در عرصه جهانی به بحران جنبش چپ و جهانی پرداخته و با خرد تاریخی و انسانیش خواهان گفتمان تاریخی در بین روشنفکران برای حل بحران‌ها بوده است. اما ما در اینجا گرد آمدیم که از رفیق تراب و از مقاومت و مبارزه او در نیم قرن و آگاهی و شناخت و مسئولیت فردی و اجتماعیش را مورد قدردانی و ارزش‌گذاری و ارزش‌گذاری نماییم. با تشکر. درود و با تشکر از حضورتون. مرده قرار نبود صحبت کنم و کمابیش دوستامون رفقا بهرام مرداد تقریبا کمابیش صحبت ها رو کردم و دیگه جای برای تکرار نیست. من فقط یکی دو نکته باید اشاره کنم. برامنم از راه دور میام، فرصت های پیش میومد که رفیقا میدیدم، بعد یکی دو مورد اشاره میکنم که تو این صحبت هاش اشاره نشد. یکی اینکه برای بازم صدا نمیان. من فقط یکی دو مورد اشاره میکنم که شاید صحبت نشد چون خود من اونجا بودم مدتی. بعد رفیق اصلا موافق یه همچین کاری نبود، یعنی با شناختی که هممون داریم یا داشتیم یا دارم بچه ها، مخالف این نوع شخصیت سازی یا بزرگ کردن بود. به خاطر همین تو صحبتهایی که میشد چندان مایل نبود که یه همچین کاری انجام بگیره و این کاری که انجام شد در واقع رفقایی که این برنامه رو برگزار کردن در واقع میشه گفت یه نوآوری جدیدی بود که با وجود اینکه یه شخصیتی زنده است هنوز به این ازش در واقع قدردانی میشه. در واقع طبق عادتی که همه داریم اینطوریه که میذاریم وقتی یه نفر نیستش هفتهشو میگیریم یا چهلومشو میگیریم یا سالشو میگیریم یا دهمین سالشو میگیریم و تو صحبت ها همیشه میگیم که رفیق اینطور بود و رفیق اینطور گفت، مثلا که امروز ما داریم میگیم رفیق اینطور بود و هست، رفیق اینطور گفت و میگه. و این یه چیز جدیدیه که شاید میشه گفت نوآوری جدیدیه، گرچه خود رفیق موافقی همچین چیزی نبوده. ولی تو صحبت آخری که من داشتم یادم میاد مطرح میکرد که این جمله برشت همیشه یادتون باشه که بدبخت ملتی که به قهرمان نیاز دارد. و همیشه به حال مخالفه یه مسئله بود. وقتی که من داشتم به حال این جمله رو میشنیدم شخواهی من گفتم خب برشت اول اون شعرش اول میگه که بدبخت ملتی که قهرمان ندارد،
بعد آره جای صحبت زیادیه، شاید مثلا بتونم فقط یک تکه از زمانی که من اونجا بودم بگم. ظاهراً قرار بود من برم اونجا کمک کنم، از ظاهراً نیاز داشت به کمک یه نفر، ولی عملاً وقتی فکرشون کردم دیدم که وقتی اونجا هستم این بیشتر کمک میکنه، یعنی تنها بخشی شاید میشه گفت از چیزی که دست نخورده است هنوز بخش فکر و حضور ذهنی شه، و این خیلی چیز جالبیه که یعنی با صحبتایی که میشد ساعت‌ها با هم صحبت میکردیم، همونطوری که رفیقمون شیرین هم اشاره کرد، اصلا خسته کننده نیست و دست آخر آدم این نتیجه میرسه که داره یه چیزی میگیره به جای اینکه کمک کنه، و این خیلی برام جالب بود که ظاهر قضیه اینطوری بود که من رفتم کمک کنم، اصلا که خیلی خوشحال بودم، ای کاش میتونستم هر لحظه اینجا باشم که کمک بگیرم ازش. در تمام طول روز، حالا شاید اصلا برای شاید جالبم نباشه بگیم، ولی با همه سختی که داره ولی هنوز داره ادامه میده، و این خیلی اصلا واقعا هم جالبه، همین که اصلا هم تعجب میکنه چه انرژی چه نیروی پشتش خوابیده با همه سختی که داره، ولی بازم کوتاه نمیاد، یعنی با اون فرصت کوتاهی که میتونه داشته باشه بازم کارش ادامه میده، و امیدواریم که هنوز ادامه بده. حال من صحبت کوتاه میکنم چون بیشتر صحبت رو بچه کردم رو کاغذان چی ننوشتم، اینه که یه بار دیگه تشکر میکنم از رفقای برگزار کننده، و امیدواریم که این سبک جا بیفته که از کسانی که هنوز هستند بزرگ داشت بشه، نه که گذاشته بشه بعد از رفتنش. مرسی. یه نکته رو بگم، جنگل رو تک درخت ها می سازن، یعنی هم باید جنگل رو دید همون درخت ها رو، نه از فرد درخت جنگل رو ندید و نه از فرد جنگل درخت ها رو ندید. واقعیت جنبش فرد آدم ها توی مجموعه می سازن، و هر کسی هم به جای خودش ارزش خودش نه داره. دیگه صحبت زیاد من نمی کنم چون رفقای دیگه تو لیستن، رفیقمون مسعود رؤوف می خوام بیان سخن بگه. زمستون 1361 بود، شیراز بودم. تو این زمستون 160 نفر زندانی سیاسی زمستون 1361 بود 160 نفر زندانی سیاسی تو عادل‌آباد اعدام شد، و تو این اعدامیا 22 نفر پیکاری بودن که در یه شب اعدام میشن. اون زمان بچه بودیم 1361، هوادار سازمان چریکا بودم، باران هوادار، و خواسته شد که ما اینا تا اونجا که میتونه شهر پخش کنیم دیگه. بچه ها با چوب با چارچوب با دست درست میکردن استنسیل دستی و تو شهر پخش میکردن، و اینکه اتفاق افتاده. و یک سال بعد دیگه خودم دستگیر شدم. چیزی که توی زندان دیدم و برام جالب بود اون مقاومتی که اون بدنه سازمان ها داشتن، بخش هواداری که میدید دیکتاتوری تو گوش کنار این کشور داره رشد میکنه و داره همه جا دست میندازه، حالا یه کار داره میکنه، باید مقاومت کنه و که بتونه به روایه جبهه ضد دیکتاتوری بشه. جبهه ضد دیکتاتوریش هم تنها کانالش سازمان های سیاسی بودن، و من فکر میکنم که چیز جالبی که برام بود توی اون تجربه زندان و این قضای اعدام، مسئولیت پذیری یه نسلی بود که عمدتاً بردوش هوادارا بود، و اینا من فکر کنم به نحو درست خیلی کشته دادن، ولی خب به نحو احسن انجامش دادن. تفرموش نکنیم اون زمان دیگه سال 62 اونجا اکثر قاطع رهبران سیاسی سازمان سیاسی خارج از کشور بودن، و به قولن داشتن با قول خود دوستانه با مسئله بحران حل می‌کرد، بحرانی که درش باش درگیر بودن
حل میکردن. البته تازه بعضی هاشون فعال بودن، بخش اعظمشون هم به زندگی روزمره رسیده بودن و بیزنس و کار رو داشتن، دنبال زندگی خصوص دنبال مسائل شخص خودشون بودن. ولی اون بخشی که میخواست کار بکنه داشت با بحران روبرو حل میخواست بحرانی که باش روبرو شده حل کنه. من اینجا بحثم بحث مسئولیت و مسئولیت پذیریه. اینکه من فکر میکنم که اینا نمیتونستن بحران حل کنن چون خودشون جز از بحران بودن. یعنی که شما وقتی نگاه میکنید به سازمان سیاسی، رهبری های سازمان سیاسی بعد از انقلاب، خانه اعدام بیشترن. یعنی همه رهبرای سازمان سیاسی که ما باشون بودیم دیگه، زبانی که اصلا وارد جامعه کردن زبان خشونته. من به دوستان پیکاری عزیز که اینجا هستن که میدم، من رجوعشون میدم به نشریه پیکار، گزارشتون از از حمله به ساواک توی رشت، شما یکی از خشن‌ترین زشت‌ترین زبان‌ها رو وارد جامعه کردین، شما مسئولین. اینه که بگم حالا این سازمان یا هر سازمانیه، مسئله مسئولیت پذیری مطرحه. سازمان چریکا، سازمان‌های مختلف، این مسئله مطرحه. حالا شما می‌خواید به این چجوری جواب بدید؟ من فکر می‌کنم که آقای تراب و رهبری، حالا می‌خوام بگم رهبر بوده نبوده، اینا به مسئولیت خودشون جواب ندادن. یعنی کاری که می‌باست انجام بدن نکردن. و توجه کنیم که عنصر آگاه در جامعه اونی که این مسئولیت پذیری رو داشته باشه. ببین یه فرق بسیار فاحشه بین ما و نیروهای راست حکومت جمهوری اسلامی. سروش وارد کشتار میشه، انقلاب فرهنگی رو انداخته، 35 نفر کشته شدن، هنوز هم باهاش صحبت میکنیم، ما نمیدونیم مال چی شده. آقای مخمل باف عضو تیم عضو گروه بدره، مستقیما با کورت 45 مردم دستگیر میکنه، میبره تو زندان با تحلیل لاجوردی میره، گزارش هم شخصا مینویسه. مسئولیت نمیپذیره. یادتون باشه ما یه فرق اساسی هست بین عنصر آگاه و نیروی راست ارتجایی، اون پذیرش مسئولیته. من زیاد نمیخوام صحبت کنم، ولیکن اگر بخواین واقعا از این بحران در بیایی، من نمیخوام به جزئیات نمیخوام برسم، مثلا این سازمان این بوده اون بوده، یک مجموعه بوده. این که وقتی هم میگم خشونت رو ما وارد جامعه کردیم، نمیگم اولی می‌خواستیم خشونت کنیم که ناگاه بوده، آموزش زیاد ندیده، بخش از همون جامعه بوده. نمیخوام توجیهش کنم، نمیخوام بگم که این محکومه، ولی که باید بهش نگاه کنیم. و تا این به این نگاه نکنیم، این پدیده کوچیک و کوچیک و کوچیک‌تر میشه و اینکه از بین میره. من صحبتی ندارم، ولی که تنها راه حل اینه که وایسیم به گذشته رو بررسی کنیم و قاطعانه زیر سوالش ببریم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از مسعود. یه نکته خوبه که همه ما در نظر داشته باشیم که وقتی صحبت از بزرگ داشته یک انسان میکنیم، علی رغم هر چی بالا و پایینی، هر سخن جایی یا هر نقطه مکانی داره. من فکر نکنم، نه اصلا صحبت، من منظورم اینه که جنبش چپ، آره توضیح میدم یه دقیقه اجازه بده. من پیشه اوکی که بحث انتقاد از خود باشه یا برخورد به مسائل باشه. یه وقت هست آقا این بورژوازی میاد برنامه تقدیر از آدماش میسره، آدمایی که از بالا تا پایینشون هم لنجرن، ولی اونجا میخواد از یک تاریخ دفاع کنه. اونجا اون کارشو میدونه، تو بحثای خودشونی هم میشینن، تو سر مزه هم میزنن، اینجوری هم نیست. ما حداقل کلاس و نوع برخوردمون رو اجازه بدید اشاره نکنید. آقا به ما گفتید اداره کن، من این نکته رو میگم، بذارید صحبت کنیم. من میگم، من نمیگم بحث محسود درست، من اصلا بحث مخالفت ندارم، میگم ما یه باقایی باید بشینیم سر مشکلاتمون، کمبودامون، هممون هم داریم از بالا تا پایین. خب یه موقع هست که یه برنامه گذاشتیم برای بزرگداشت آدم. من نمیگم تو اون بزرگداشت هم
اغراق نباید بکنیم. احتمالاً حتی اونجایی که من گوشتم اغراق هم نکنیم. ما نه شخصیت پروری خواستیم بکنیم، نه شخصیت سازی، نه رهبر پرستی. ولی در این حال، در این حال اینجا ننشستیم که بزرگداشت رو بکنیم، یه چیزی بزنیم تو سر همه. ببخشید من حرفم تموم میکنم. سیامک، سیامک. یک لحظه برگردیم به 20-25 سال پیش، همچین نبودیم. پیکاری، فدایی، راهکاری، یعنی همش به اصطلاح در واقع بیشترین تلاشمون در زدن همدیگه بود. مثلا اون مسئله که میگفت حکایت اون فرده، یکی بر سر شاه بم میبرید. الان به این نتیجه رسیدیم که نه رفقای عزیز، بدون همدیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اتفاقا یکی از حسنای این برنامه به باور من اینه که رفقای برگزار کننده بوده، یادمان ساعت چپ ایرانی در خارج کشور و یا افرادی که شرکت کردیم اکثرا صحبت کردن پیکاری ثابت نیستن. اتفاقا به نحنه‌های فکری مختلف در درون این جنبش تعلق دارن. تا جایی که یه رفیق دیگه گفت که شما اینقدر از پیکار دفاع کردید، پیکاری هم نیستی، ولی ما خیلی خوشحالیم که حرفای ما رو تو زدی. میخوام اینا بگم که این 20-25 سال گذشته به ما نشون داد که اگر میخوایم در مقابل ستم، اگر میخوایم در مقابل دیکتاتوری، اگر میخوایم برای مبارزه بکنیم و برای سوسیالیسم مبارزه بکنیم، هیچ چاره ای نداریم. حتی برنامه هایی که ببینید، برنامه امروز در یک سطح خیلی خیلی محدودی برگزار شده به وسعت نگاه تراب حق‌شناس، ولی این برنامه رفقای عزیز بین خودم بمونه حقیران هست، 30 نفریم، ولی 30 نفری که یه دنیایی طوفانی در دلشونه، طوفانی که میخواد کنترلش بکنن. قبلها این طوفان بر علیه همدیگر بود، شمای فدایی بر علیه من پیکاری و یا برعکس و غیره و غیره. این یه نکته است. نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که اگر تقاضا بکنم از ترم شهید در رابطه با رفتگانمون استفاده نکنم، یعنی ترمی که استفاده میشه بقایت جوهر مذهبی داره. جان فشان و خون تپیده، رفقایی که ادبیات فارسی به خوبی بلدن میتونن روی این فکر کنن، یک ترم جدید انتخاب بکنن. ولی این تقاضاییه که در اینجا دارم از همه شما و میدونم که با توجه به اینکه برنامه‌ها ضبط میشه خیلی وسعت بیشتری میتونه پیدا بکنه و اینو ترویج بکنیم که بیشتر از یک ترم دیگه استفاده بشه. و هر رو من گفتم که قصد نداشتم صحبت بکنم و هیجان زده شدم، به ویژه بعد از صحبتایی که شد. یک ترانه سرود آذری هست که من اکثرا میخونم، خیلی دوستش دارم و خیلی از رفقای هم که اینجا حضور دارن اینو شنیدن. به یاد تراب ندیدمش ولی آشنایی باش تاریخیه، خاطراتی ازش دارم که به نوعی منتسب به ایشونه ولی شخصا ندیدم. به یاد ایشون به بهانه این بزرگداشت این ترانه سرود رو براتون میخونم و برای تمامی افرادی که دیگه در بین ما نیستن، یعنی گلها، گلدسته هایی که رفتن ولی راهشون هنوز هست. معنی این ترانه سرود ترکی اینه که این اونهایی که رفتن از جونشون گذاشتن در راه مبارزه، این مبارزهشون ادامه داره، این مبارزهشون در گلنگدن تفنگ ها، حالا دیگه بحث نکنیم که به اسم مبارزه مسلحان آریانه، در گلنگدن تفنگ ها جاریست. این رفقا از آن ما هستن و براشون خیلی احترام قائلیم، عزیزن. اگرم اشاره بکنه، اگر من زیاد نزدیک میکروفون شدم، سنگ کاف گیا جان بدلی باشه. Sen kavgaya can bedeli başladın nakış işleydin, mutluluğu için halkın, mutluluğu için halkın silahların namlı
sindat hadafini döven kurşunda kızıl kızıl şafakta yaşıyor yaşıyor ölmedi o yaşıyor 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 Torab yoldaş yaşıyor Kara koçan kızıl koçan olacak marşımızı silahımız çalacak Kara koçan kızıl koçan olacak marşımızı silahımız çalacak Kara koçan kızıl koçan olacak marşımızı silahımız çalacak silahların namlusunda namluların gölgesinde hedefini döven kurşunda kızıl kızıl şafakta yaşıyor yaşıyor ölmedi o yaşıyor 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 insan olan yaşıyor düşünceli yaşıyor ve hatırlayın şu صحبتی بکنه ما اینجا میکروفون آزاده خود من خیلی صحبت کردم بیستر همه پس بنابراین شب بسیار خوبی بود